درود خدمت همه دوستان، افرادی که در جلسه شرکت کردن، در حال حاضر در کنار ما هستند، دوستانی که از طریق لایو یوتیوب دارن ما رو میبینن. امروز جمعه 21 اکتبر ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با فراخوان ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع حق اعتراض نقش جنبش زنان در انقلاب نوین ایران در خدمت خانم شاپرک شجریزاده هستیم. دوستانی که در این جلسه با ما همکار هستند، مسئول جلسه خودم شراره محمودی، منشی جلسه آیلار اسماعیلی، ضبط صدا و ادمین ها سعید پورمند، لیلا رمضان و پریسا سخایی هستند. من در ابتدا اجازه میخوام از دوستان که یک معرفی کوتاهی داشته باشم، اگر که این ورد من فکر کنم یه لحظه بذارید به هم ریخته، یک معرفی کوتاهی داشته باشم از خانم شاپرک شجری زاده. شاپرک جان، شما میتونی احوال پرسیت رو شروع کنی، ولی من باز میام و اون چیزهایی که یادداشت کردم رو میخونم، چون که صفحه وردم یه لحظه به هم ریخت، نمیدونم حالا چرا. باز هم به هم ریخته، چرا این شکل شده؟ خب دوستان، شاپرک شجریزاده نامی آشناست مطمئنا برای همه شمایی که در این جلسه هستین، یکی از زنان کنشگر و فعال، از دختران خیابان انقلاب که با این نام همه ما میشناسیمش، و بعد از اون که بازداشت شدن و مهاجرت کردند، فعالیت هاشون رو همچنان ادامه دادن. و اجازه بدیم، مجبورم که عضو مرکز حقوق بشری راول والنبرگ هستند، عضو شورای مدیریت گذار هستند، یکی از 100 زن برگزیده بی بی سی در سال 2018، در سال 2020 جایزه حقوق زنان ژنوا سامیت و جایزه حقوق بشر موریس رو گرفتند و داستان زندگی هم با نام آزادی جرم نیست رو به زبان فرانسه چاپ شده که جایزه دریافت کرده. در سال 2020 در چندین کنفرانس حالا شرکت کرده بوده که در سال 2018 توی پارلمان کانادا که نقض حقوق بشر بوده حضور داشته، جایزه نسرین ستوده رو، جایزه حقوق بشر نسرین ستوده رو در پارلمان کانادا به ایشون میدن و به جای نسرین ستوده سخنرانی میکنه. از زنان بسیار اکتیو هستش، این روزها هم در حال مبارزه، در حال نوشتن، در حال کنفرانس رفتن و کارهای اجرایی. همه ما هر روز میبینیمش. امروز اینجاست که با این عنوان ما صحبتهاش رو بشنویم. شاپرک عزیز، اگر که من بذاری عذرخواهی میکنم که یک وقفه هم افتاد، خودت شروع کن، حالا از خودت دوست داری بگی و در ادامه هم اگر که موضوع رو شروع کنی خوشحال میشیم. مرسی. درود به همه دوستان عزیز و شرکت کنندگان در جلسه شما. خیلی خوشحالم، باعث افتخاری که میتونم در حضور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران باشم. شروع کنم صحبتامو، درسته؟ من فکر میکنم میخوام یه خود در مورد نقش زنان در اعتراضاتی که این روزها در جریان هستش، که ما دیگه اون رو یک جنبش نمیخوانیم، بلکه این رو پای ریزی یک انقلاب جدید میدونیم تو ایران. میخوام در مورد این صحبت کنم. همطور که همه میدونیم، بهتر از من میدونین، تاریخچه جنبش زنان در ایران دقیقا همزمان هستش با برخی از جنبش های بزرگ زنان در اروپا، و از نظر زمانی
جنبش زنان، جنبش مشروطه که زنان درش نقش بسزایی داشتن، همراه شد با همزمان با جنبش سفرجه در اروپا. با توجه به اینکه زنان در جنبش مشروطه نقش بسزایی داشتن، از به وجود آوردن تحریریه ها شروع کردند، در انقلاب نقش داشتن. هممون این برای هممون دیگه تکست بوک هستش که در انقلاب مشروطه زنان به خواسته های خودشون دست پیدا نکردند و توسط مردان سیاستمدار نه تنها نقششون نادیده گرفته شد، بلکه توجهی به خواسته هاشون هم نشد. بعد از پیش رفتن ایران به سمت مدرنیته توسط رضا شاه، ما میبینیم که من فکر میکنم به اعتقاد من نقش زن در اجتماع جدایی از مدرنیته نیست. بنابراین اون زمان رضا شاه برای اینکه جامعه ایران رو از اون حالت سنتی و عقب افتاده نسبت به کشورهای اروپایی نجات بده و به سمت مدرنیته بره، مجبور بود که فضا بده به زنان و این رو به خوبی درک کرد و فکر می‌کردش که در کنار اینکه متوجه شد، در کنار اینکه باید زنها فرصت بیشتری در اجتماع داشته باشن، بلکه حالا خودش باید به جنگ سنت و مذهب در اون زمان بره. من اینجا نمیخوام اقدامات رضا شاه رو بخوام قضاوت کنم که درست بود یا نه، خصوصا در مورد کشف حجاب. به هر حال در این مورد نظرات مختلفی وجود داره که آیا در اون زمان برای مبارزه با سنتگرایی کار درستی بود. بعضی از افراد معتقدند که کار درستی بود که ناگزیر از این کار، یعنی کار دیگه نمیشد کرد، ناگزیر از این کار نبود، ولی از طرفی عده‌ای هم معتقدند که شاید همون اجبار به کشف حجاب زنان و سرکوبی که اون زمان زنان شدن به واسطه برداشتن حجاب پیش زمینه ای شد برای قدرت گرفتن اعتقادات ضد بیهجابی در بین اقشار مذهبی و حمایتشون از خمینی زمانی که حجاب رو اجباری کرد. من در این مورد نمیخوام نظر بدم، ولی به هر حال ما میدیدیم که تلاش هایی که اتحادیه های زنان در قبل از انقلاب انجام میدادن با موفقیت روبرو می شد و در خیلی از موارد زنان در خیلی از خواسته هاشون جلوتر از زنان اروپایی به نتیجه می رسیدن. و به عقیده من اگر که انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد، حداقل در زمینه حقوق زنان ما از خیلی از کشورهای اروپایی عقب نبودیم و الان از زندگی بهتری برخوردار بودیم. بعد از انقلاب ما میدونیم اولین حمله‌ای که اتفاق افتاد در همون روزهای اول تغییر قانون خانواده بود که به صورت ویژه به حقوق زنان میپرداخت در قانون اساسی و بحث حجاب اجباری و که خمینی اون زمان بیهجابی زنان رو به لخت بودن تشبیه کرد و اولین جنبش اعتراضی به بر ضد جمهوری اسلامی هم از طرف زنان شکل گرفت. من فکر میکنم که این روزها تنها این روزها نیست که زنان در خط اول مبارزات قرار داشتن. در انقلاب 57 همطور که اگر میخونیم میبینیم که تشکل‌های دانشجویی که نقش پررنگی در انقلاب داشتن و یا احزاب چپ، بخش بزرگی از اونها رو زنها تشکیل میدادن و دخیل بودن در انقلاب 57. از زمانی هم که خود من شاهد جنبش های بعدی بودم، زنان نقش پررنگی داشتن.
ولی خب به هر حال این جنبش ها با خصوصیات مختلفی و با اسامی مختلفی ما اونها رو میشناسیم، چه در جنبش دانشجویی، چه در جنبش سبز و در اعتراضاتی که در سالهای اخیر داشتیم. هیچ وقت نشده که ما یک فضای مردانه رو در خیابان ببینیم. همواره مردان و زنان در کنار هم بودن و زنان در خیلی هم موارد دیدیم که زنها بودن که به بلندی ها رفتن و اون اجتماع دورشون رو لیدری کردن. من یادمه که توی سال 98 در دو ویدیو که روز اول اومد بیرون، فکر میکنم یکیش تو کرج بود اگه اشتباه نکنم، دومیش هم یا ارومیه بود یا تبریز استان آذربایجان بود، دو زن لیدری کردند اون اجتماع اطرافشون رو و صدای بلندتری داشتن که یکیشون رو مطمئنم که به عنوان زندانی سیاسی الان چند ساله که توی زندان هستش. ولی تفاوتی که اینجا الان در این روزها میبینیم که یک رنگ زنانه به خودش گرفته، به دلیل اینه که محوریت جنبشی که در حال حاضر در جریان حقوق زنان هستش، این یک انقلاب سرنگونی طلب هستش ولی با محوریت حقوق زنان، و اینه که این موضوع، این انقلاب رو به نظر من تبدیل میکنه به یک نمونه منحصر به فرد، نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ دنیا. با تمام اون هم به نظر من دلیلش اینه که با تمام تلاش هایی که رژیم جمهوری اسلامی برای راندن زنان به پستوها و خانه ها کرده، با تمام سرکوب هایی که فعالین زن رو در طول از اسفند سال 57 که تظاهرات 8 مارس 17 اسفند چند روز پیاپی ادامه داشت، هر سال تجمعات کوچیک زنان که دور هم جمع می شدن با سرکوب روبرو شد، می ریختن توی خونه ها و زنان رو دستگیر می کردن. هیچ اجازه، هیچ اجتماعی در طول این 43 سال به زنان داده نشده و همواره با سرکوب روبرو شده. فعالین زن که در عرصه های مدنی نقش بسزایی داشتن در کنار مردان، همواره سرکوب شدند. به هر حال در انقلاب 57 بخش بزرگی از فعالین سیاسی هم زنان بودند، زنانی که در سالهای 60 جز احزاب سیاسی رقیب رژیم جمهوری اسلامی بودند، در زندان بودند، همه با داستانهاشون آشنا هستیم. و اون خفقانی که سالهای 60 برای فعالیت سیاسی اتفاق افتاد، من فکر میکنم زنان رو به اون سمت روند که به سمت فعالیت‌های مدنی یا فقط فعالیت در حوزه زنان، حوزه کودکان و حقوق بشر بکشونه، به جای اینکه به صورت متاسفانه به صورت فعال در زمینه سیاست بخوان فعالیت کنن. در مورد با این وجود، من میگم با وجود تمام این سرکوب‌ها، کاری که زنان کردن، فعالین زن کردن، تمرکزشون رو بیشتر بردن به سمت فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌های حقوق زنان، از سیاست کم دورتر شدن. اما در کل زنان ایران با اشغال کردن فضاهای آکادمیک، به نحوی نقشه‌ای که حکومت برای سرکوب زنان و به خانه کشوندن زنها در سر داشت رو نقشه بر آب کردن. دیدیم که با تمام محدودیت‌هایی که برای زنان به وجود اومد، نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک، تعداد زیادی از دخترها با آرزوی اینکه زندگی بهتری برای خودشون بسازن و بتونن تو اجتماع نقش داشته باشن، وارد دانشگاه ها شدن. در خیلی از سالها فضایی رو که از محیط آکادمیک اشغال کردن بیشتر از پسرها و مردان بود. ولی خب متاسفانه حکومت سعی کرد که این
به حاشیه راندن زنها رو از اجتماع با توی مسئله مشاغل پیش بکشه. مسئله که الان هست و ما میبینیم که با وجود تمام سیاست‌های نه تنها مرد سالارانه که خب به هر حال ما با سنت مرد سالار در جامعه ایران همچنان میدونیم که دست و پنجه نرم میکنیم، با حکومتی زن ستیز طرف بودیم، گرفتن بخش بزرگی از حقوق زنان، باز پسگیری این از طرف حکومت یک طرف قضیه بود، خشونتی که به بهانه حجاب اجباری زنان باهاش در دست به گریبان بودن یک بخش دیگه. خیلی از متاسفانه سالها خیلی از افراد فکر میکردن که مسئله حجاب اجباری اولین مشکل زنان نیست، در صورتی که با همین حجاب اجباری خیلی از زنان مجبور شدن از شغلهایی که میتونستن توش نقش ایفا کنن و به جامعه خدمت کنن، به کشور خدمت کنن، محروم شدن. این که بخوای اون درس کد مخصوص حکومت که چادر هست رو رعایت کنی باعث شد که خیلی از زنان از اینکه وارد اجتماع بشن و در خیلی از شغل‌ها رو اشغال کنن کنارگیری کردن. در کنارش حجاب اجباری، یک بخشش هم خشونت سیستماتیک حکومت در خیابان‌ها و فضای عمومی، گرفتن فضای عمومی از زنان به واسطه حجاب اجباری و همچنین نقش حجاب اجباری در ورزش زنان و خیلی از مشاغل هستش. متاسفانه توی سالها خیلی از حتی فعالین حقوق زن توجهی به مسئله حجاب اجباری و تأثیری که بر نقش زنان در اجتماع بود رو اونقدر اهمیت بهش ندادن و به هر حال حقوق دیگه‌ای که نابرابری های دیگه‌ای که زنان باهاش دست و پنجه نرم می‌کردن رو اولویت می‌دونستن. من به شخص خیلی خوشحالم که نماد سرکوب حکومت جمهوری اسلامی، سمبل خشونت حکومت جمهوری اسلامی که همین حجاب اجباری هستش، الان مشعل این جنبش کنونی و انقلابی هست که در جریان با محوریت حقوق زنان. من فکر میکنم برای همه ما حتی در آرزوهامون هم نبود که یک زمانی انقلابی در ایران صورت بگیره با محوریت حقوق زنان و با مشعلی که آتیشش از به آتیش کشیدن سمبل سرکوب جمهوری اسلامی هستش، یعنی اون حجاب اجباری. همونطور که گفتم زنان در طول این مدت نقش بسزایی در تمام جنبش ها و اعتراضات سراسری داشتن، اما با اشغال کردن جامعه و همینطور عقب روندن محدودیت هایی که حاکمیت در مورد خصوصا حجاب اجباری گذاشته، با نافرمانی های مدنی که انجام دادن، به نظر من این جنبش رو شکل دادن. من اعتقاد دارم قتل مظلومانه مهسا امینی که همه ما میدونیم که چه اتفاقی براش افتاده، درسته که آغازگر و سرآغاز این جنبش بود، ولی یادمون نره که ما دو ماه قبل از اون مردم ایران در سراسر کشور و خارج از کشور مشاهده کردن که زنی رو که تنها جرمش ایستادگی در برابر یک زن خشونتگر بود، با صورت کبود جلوی تلویزیون مجبور به حجاب اجباری شد. مردم ایران مدت ها داشتن ویدیوهایی می دیدن از زنانی که در خیابان ها به صورت وحشیانه مورد خشونت قرار می گیرن به حجاب اجباری. تمام این تک تک این ویدیوها و اون سناریو واقعا ترسناکی که با اعتراف اجباری سپیده رشنو شکل گرفت، من فکر می کنم
تمام اینها در حافظه جمعی ایرانیان سپرده شد و فقط کافی بود که این جامی که پر شده کافی بود که یک قطره دیگه به این جام اضافه بشه و اون هم خون ژینا امینی مهسا بود. یه نکته دیگه هم میخواستم این یه نکته هم میخوام اینجا ذکر کنم. به زمانی که یکی از جنبش هایی که تو سالهای اخیر داشتیم که من خودم با اون جنبش وارد فعالیت شدم، چون قبلا همیشه زنی بودم که مسائل زنان رو از پشت نظارگر بودم، نظارگر فعالیت بقیه زنان بودم، تا اینکه یه دوره‌ای وقتی که چند تا کتاب به بیشتر خوندم به این نتیجه رسیدم که تا زمانی که ما این فعالیت‌ها رو به صورت یک جنبش همگانی در نیاریم نمیتونیم موفق بشیم و دلیل سرکوب فعالین زن و موفق نبودنشون اینه که از حمایت کافی برخوردار نیستن و منی که تو خونه نشستم، من نوعی در حقیقت با حمایت نکردنم باعث شدم که این زنان بیشتر سرکوب بشن. تمام زنانی که اون زمان الگوی من بودن و همچنان هستن و این همزمان شد با چهارشنبه های سفید و جنبش میتو که سراسر دنیا رو گرفت. میدونیم که چطور جنبش میتو به خاطر که مسیح در خارج از ایران بود متاسفانه با مخالفت خیلی از فعالین زن داخل ایران روبرو شد و ولی خب یک زنی که در ایران هستش به این مسائل توجه نمی کنه. نه تنها من بلکه صدها زن و مرد به این جنبش پیوستن و بحث حجاب اجباری و مبارزه با حجاب اجباری در اون زمان در سال 96 به یکی از مباحث مهم اجتماعی در ایران بدل شد. درسته که سرکوب حکومت خیلی بیشتر شد و این من باورتون میشه من دوستان بیهجابی داشتم که هیچ وقت حجاب نداشتن تو خیابون، ولی اون زمان شاکی بودن که این کمپین شما باعث شده سختگیری به ما بیشتر بشه و این منو خیلی ناراحت میکرد. این راحت طلبی موقت خیلی منو ناراحت میکرد، ولی بعد از مدتی خب با اون حرکت زیبای ویدا موحد مواجه شدیم. من از ساعتی که اولین لحظه‌ای که اون پست رو دیدم با عکس ویدا برام همیشه یعنی به این فکر کردم که این زن چه فکری کرده که این کارو کرده، چقدر شجاعه و چه فکری پشتش بوده. ما مدت‌ها بود داشتیم به حجاب اجباری اعتراض می‌کردیم ولی هیچ کدوممون به ذهنمون نرسیده بود که این رو به صورت علنی یک جا وایسیم رو به روی حاکمیت، کاری که ویدا انجام داد و ما تا اون موقع انجام نداده بودیم. این حرکتی که در سوشیال مدیا در جریان بود و همه در موردش صحبت میکردن، این که زنان ویدیو بدن، این که زنان بیهجابی کنن، البته ما نافرمانی مدنی میکردیم. من خودم یادمه که در اون مدت 10 ماه هیچ زمانی قبل از اون بیهجاب بودم، شال من میافتاد، ولی در اون زمان قدرتی به من چهارشنبه سفید داده بود که وقتی از خونه میرفتم شالم رو مینداختم دور گردنم و این به من شجاعت میداد که این رو سر نمی کنم. این که میرفتم تو محیطی و به من میگفتن حجابتون افتاده و با فقط یک جمله میگفتم من روسری سرم نمی کنم، به من قدرت میداد. ولی کاری که ویدا کرد اینه که این نافرمانی مدنی رو تبدیل کرد به یک اعتراض علنی، جای وایساد رو به روی خامنه ای، رو به روی حاکمیت با یک پرچم سفید. من نیامدم خشونت کنم، من حتی حرف هم نمیزنم، ویدا حتی صحبت هم نکرد، ما از ویدا هیچ صحبتی نشنیدیم. کاری که ویدا موحد کرد این بود که ایستاد بدون گفتن هیچ کلمه‌ای روبروی حاکمیت و گفت این منم یک زن، این لباس منه، اینجا وایستادم. دیدین که چقدر این زن ساده
و عادی رفته بود تو خیابون، من اینجا وایستادم روبروی تو و میگم به حجاب اجباری اعتراض دارم. و این بود که به نظر من، فکر نمی کنم تنها من، همه ما رو شوکه کردین حرکت زیباش، و خیلی از زنان شروع کردن کپی کردن کار ویدا در از شهرستان ها شروع شد. از من خودم ویدیوی پر کردم دو روز بعدش، و خواستم از زنان چهارشنبه سفید که به ویدا موحد بپیوندن و این کار رو تکرار کنن. حکومت دیدیم که چه سرکوبی رو شروع کرد، با خود ماها چه کارایی کرد. من خودم زمانی برام ترسناک شد که پسرم رو با من بازداشت کردم، و بچه من توی شهرستان، نمیخوام مقایسه کنم، ولی بچه من هم خیلی غریبی، احساس غریبی میکرد. 6 ساعت تمام گریه کرد پسر من، چون ما تو کاشان من و دوستم و پسرم بودیم، و زمانی که با اون وحشت روبرو شد، بچه 9 ساله فقط جیغ میزد، میگم من میخوام برم پیش بابام، بابام رو میخوام، بذاریم ما بریم خونه. فکر کنین بچه 6 ساعت گریه کنه و التماس کنه به مامورین و به بازجو و بعد هم به بازپرس دادسرای کاشان که بذار ما بریم خونه پیش بابام. و این بود که خیلی منو ترسون. سرکوب زنانی که اون موقع شروع کردن به اعتراض شروع شد، ولی نه تنها دیدیم که نه تنها زنان کوتاه نیومدن، سال ما دیدیم این اعتراض ادامه داره تا اونجایی که مژگان و یاسمن و منیره رفتن شروع کردن به گل دادن، اونها هم سرکوب شدن به بدترین شکل ممکن. این زنان تا 1 ماه توی انفرادی بودن تحت بازجویی های شدید، بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، و بعد هم حکم های 15 سال، 16 سال، 23 سال، 24 سال. برای چی؟ برای اینکه با ساکت کردن صدای اونها و این حکم های سنگین بتونن زنان رو ساکت کنن. پشتش دیدیم که حکمی اومد که اگر زنی از خشونت ویدیو بگیره و به خارج از ایران بفرسته، با حکم 10 سال روبرو میشه. من خیلی از زنان رو میشناسم که اینها رسانه‌ای نشدن، ولی به خاطر گرفتن ویدیو به زندان رفتن و خیلی آزار و اذیت دیدن، فقط به خاطر که ویدیوی خشونت رو برای مسیح یا شبکه‌های دیگه فرستادن. اینجا این رو میخواستم بگم، زمانی که کمپین دوربین ما اسلحه ما شکل گرفت، خیلی ها مخالفت کردن. من برام عجیب بود که چطور فعالین زن یا فعالین حقوق بشر، کسانی که مدعی به هر حال فعالیت مدنی هستن، اومدن و شروع کردن به تفرقه افکنی. شما مردم رو روبروی هم قرار میدید بدون اینکه توجه کنن اون کسی که مردم رو روبروی هم قرار داده و برای این کار سرمایه گذاری کرده، رژیم جمهوری اسلامیه. اون رژیم جمهوری اسلامیه که نیروهایی رو به خیابون میفرسته یا افرادی رو تحریک میکنه و رهبرشون بهشون میگه شما آتش به اختیار هستید، یعنی هر لحظه که خواستید و اراده کردید میتونید خشونت کنید و من مجوز خشونت رو بهتون میدم. من تعجب کرده بودم که چرا اینجا زنانی که قربانی هستن، قربانی خشونت هستن، و این کمپین زیر سوال میره در صورتی که خشونتگر جمهوری اسلامی و آتش به اختیارانش هستن. با تمام این احکامی که صادر شد، دیدیم که روز به روز تعداد ویدیوهایی که زنان مبارزه میکردن بیشتر شد. خود من به عنوان زنی که همیشه در مقابل خشونت این خشونتگران رو سریمو میکشیدم جلو و میرفتم، تعجب کردم که حالا زنان ایرانی، دخترهای ایرانی تو روی آخوند وای میسن، تو روی گشت ارشاد وای میسن و میگن من روسری رو سرم نمی کنم و مورد خشونت قرار میگیرن. من فکر میکنم در این جنبش واقعا کمپین دوربین ما اسلحه ما نقش مهمی داشت. همین که دنیا در این چند سال شاهد بود که زنان ایرانی نه تنها
حجاب سنتشون نیست، نه تنها سیاستمدارای ما، از جمله ظریف و از جمله روحانی آدم‌های دروغگویی هستن و زنان ایرانی نه حجاب سنتشونه، نه حجاب آیینشونه، نه حجاب رو در مذهبشون قبول دارن. بنابراین من فکر میکنم دنیا، هم ایران و دنیا، روزانه شاهد این خشونت‌های خیابانی بود، روزانه شاهد زندگی روزمره زنان در خیابان‌ها و در فضای عمومی بود و تمام روز به روز که خشونت حکومت و وابستگان حکومت بیشتر شد، در ناخودآگاه تک تک ما انسان‌ها، تمام اون انسان‌هایی که زمانی که ما دستگیر شدیم سرشون رو انداختن پایین و رفتن و سکوت کردن، در ناخودآگاهشون این جوانه رشد پیدا کرد که چرا ما تماشاگر این خشونتیم و صدامون در نمیاد. یواش یواش ویدیوهایی دیدیم که مردم به کمک زنان می اومدن. اینجا آغازگر این مسئله تاریخیه که برای اولین بار در ایران مردان به کمک زنان اومدن، مردان برای حقوق زنان با زنان همصدا شدن. دقیقا همین کمپین دوربین ما اسلحه ما که باعث شد بی تفاوتی و انفعال ایرانی ها شکسته بشه و مردان و زنان به جای تماشاگر بودن، نظارگر بودن، وارد عمل بشن و به کمک زنان میان. روز به روز ویدیوهای بیشتری می دیدیم که در خیلی از موارد مردمی که اونجا هستن به کمک زنان اومدن. ویدیویی که از دو تا ویدیو من یادم میاد که حالا خیلی ویدیو بوده، ولی من یادم میاد که در اتوبوس و در مترو کسی رو که خشونت کرده بود انداختن بیرون، کسی که اعتراض کرده بود به زنی که حالا حجاب به نظر اون حجاب کامل نداشت یا بی حجاب بود رو انداختن بیرون. و این آغازگر یک جنبش بود که از انفعال و تماشاگر بودن در بیان. و همونطور که گفتم، هر چقدر خشونت و سرکوب حکومت و اصرارش به سرکوب زنان در خیابان‌ها بیشتر شد، صبر مردم هم تموم شد، تا جایی که می‌بینیم که آرزویی که شاید در ذهن هیچ کدوم از ما شکل نگرفته بود، ولی الان می‌بینیم که نهایت آرزوی همه ما زنان بوده، اینه که حجاب اجباری در خیابان سوزانده بشه. اون پرچم صلحی که ویدا موحد بالا برده بود و در روی حاکمیت اعتراض کرده بود تبدیل شد به یک مشعل آزادی. این برای من خیلی سمبولیک هستش و محوریت این انقلاب که یک انقلاب سرنگونی طلب هستش. ببینید، سرنگونی نظام چندین ساله که شروع شده، از سال 96 مردم تکلیف خودشون رو با این حاکمیت با هر اسمی که میخواد باشه مشخص کردن. تکلیف مردم با رژیم جمهوری اسلامی مشخص شد و کلمه جمهوری رو مردم از قاموس سیاسی ایران پاک کردن و گفتن ما دیگه شما رو دو تا حزب مختلف نمیبینیم، شما بدنه یک رژیم هستید که دیگه ما نه اصلاح طلب و ریفورمیست رو میخواییم، نه اصولگرا و فاندمنتالیست رو میخواییم. ولی این انقلاب که به صورت سراسری شکل گرفته و نقش خب اتنیک های دیگر رو نباید فراموش کنیم، من فکر میکنم این انقلاب با محوریت زنان و با مشعل سوزاندن حجاب اجباری نه تنها در تاریخ ایران یکی از بزرگترین تغییرات سیاسی و جنبش ها خواهد بود، بلکه همطور که خیلی از فمینیست های دنیا این روزها دارن در موردش صحبت میکنن، در جنبش زنان و جنبش فمینیستی دنیا نقش مؤثری خواهد داشت. سپاس که به منم وقت دادین، یکم طولانی صحبت کردم، شرار جون شرمنده. سپاس از شاپرک عزیز به خاطر پذیرفتن دعوت و از اینکه در جمع ما بودیم. از همان نخستین ماهای پس از انقلاب با اجباری شدن حجاب، حکومت از حربه های مختلف بهره می برد تا زنان را وادار کند که به پوشش تحمیلیش تن دهند و تصویر واقعی از خود را از یاد ببرند.
و باور کنند آنچه هستند انتخاب خودشان است. در این سالها چه بسیار زنانی که وقتی به خود می نگرند به سختی می توانند چهره دلخواه خیش را در زیر حجاب اجباری بیابند. هرچند صدای اعتراض زنان به حجاب اجباری در آغاز انقلاب سرکوب می شود و خواسته ها و دغدغه هایشان به این بهانه که در اولویت اهداف انقلابی نیست نادیده گرفته می شود، اما از همان دوران مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری شکل می گیرد و به تدریج به مبارزه روزمره بدل می شود. اختناق و خفقان حاکم بر جامعه به زنان اجازه نمی دهد که به حرکتی جمعی دست بزنند، اما کنش های فردی آنها شعله مبارزه با حجاب اجباری را روشن نگه می دارد. زنان در این سالها به جای این که منتظر قیام عمومی بمانند، رفتارهای روزمرهشان را به کنش اعتراضی بدل می کنند و به انقلابی تک نفره دست می زنند. چون این به نظر می رسد که هر چند وقت یک بار زنی در برابر حجاب اجباری عصیان می کند و اتفاقی را رقم می زند و بعد توسط حکومت خفه می شود و از یاد می رود. اما به مرور جنبش مبارزات زنان پس از انقلاب می توان دید که چطور تک تک حرکات فردی و پراکنده زنان جریان پیوسته و مستمری را شکل می دهد و مقاومت هر زن الهام بخش زن بعدی می شود و جسارت مبارزه را در دیگران تکثیر می کند تا این مسیر را ادامه دهند و به تدریج به نوعی همبستگی زنانه نامرئی را بیافرینند. دوستان دقیقاً همونطور که شاپرک عزیز گفت، من اینجا یه ذره زیاده گویی میکنم چون خودم هم یکی از فعالین کمپین نه به حجاب اجباری در ایران بودم و به همین دلیل هم مجبور به ترک وطنم شدم. از روزی که هما دارابی خودش رو به آتیش میزنه و ادامه پیدا میکنه و همیشه توی از همون اوایل انقلاب که میگن مسئله ما امپریالیست و ما الان نمیخوایم حجاب مسئله نیست و به زنان گفتن ساکت بشید و بعد از اون اومدن بیانیه دادن و گفتن عذرخواهی میکنیم. افرادی که خودشون از فعالین جنبش زنان بودن، فردی مثل هما ناطق که میاد و اصلا عذرخواهی میکنه و در ادامه اون همین رو ما داشتیم، ولی زنان این رو میدونستن که وقتی کنترل روی بدن من هست، یعنی روی فکر من هست، یعنی اصلا وقتی تو داری تصمیم میگیری در مورد پوشش من نمیشه و این اصله، یعنی تو داری اولیه ترین حقوق من رو از من میگیری و این رو زنان خودشون میدونستن و تک به تک و به صورت فردی این رو ادامه دادن و بعد از این که ما با کمپین آزادی های یواشکی روبرو بودیم، اون زمان اصلا جامعه قابلیت این رو نداشت که ما بخوایم بیایم سریمون رو در بیاریم و آتیشش بزنیم. و مسیح علی نژاد وقتی در مورد آزادی یواشکی صحبت کرد، یک فضایی رو مهیا کرد تا زنان بیان و یواش یواش با اینکه پشتش خانواده، فامیل، جامعه اصلا نمیپذیرفت، این عکس رو بفرسته و بفرسته و این مسئله رو عادی سازی کنه. بعد از اون ما با چهارشنبه های سفید روبرو بودیم. بعد از اون بود که ویدا موحد اومد. اصلا قبل از ویدا موحد من خودم در جلوی 7 آبان جلوی مقبره کوروش شالم رو بالا برده بودم که اصلا همون عکس من هم پخش شده بود، حالا توی اون موقع بیشتر فیسبوک بود، هنوز این مسائل نبود. و میخوام بهتون بگم که این همونطور که ما خودمون فعالان حقوق زنان بودیم و کارهای جدی داشتیم انجام میدادیم، به این مسئله واقف بودیم که این هم بخشی از مبارزه ما هستش و این ادامه پیدا کرد و دختران انقلاب، ویدا موحد، شاپرک عزیز که الان اینجا هست و خودش این مسئله براش یک دغدغه بوده، مبارزه کرده، زندان رفته، مجبور به مهاجرت شده و همچنان داره میجنگه و همواره ما متهم میشدیم به این که شما اینها مسیح داره اینها رو گول میزنی، در صورتی که الان شاپرک اینجاست، من اینجام و تمام دخترانی که داشتیم کنشگری میکردیم و میگفتیم که ببین این روسری که من دارم روی سرم میذارم، من اینو نمیخوام، من اینو بر میداشتم. و شما میدونید ما الان اگر انقلابی داریم، انقلاب مدیا نیست، انقلاب سوشال مدیاست. من در صفحه شخصی خودم عکس بی حجابم رو میذاشتم و من از اولین عکسی که سال 93 پخش کردم بدون حجاب که چقدر فوش‌های زشت به من دادن تا الانی که توی صفحه من میان و من رو تحسین میکنن، این همه سال گذشته تا
این که ما رسیدیم به این که این بخواد آتیش بگیره و این کمپین ها و این یک حلقه‌ای، یک جایی برای زنان معترض به وجود اومدن بوده و همواره جمهوری اسلامی میگفت این آخرین خاکریز ماست، این اولین خاکریز ماست، حجاب مهمه. اصلا خود جمهوری اسلامی، خود آخونده داشتن میگفتن، گشت ارشاد رو میذاشتن، میگفتن حجاب برای ما مهمه، ولی کنشگران، فعالان سیاسی، اپوزیسیون میگفتن نه این مسئله مهم نیست، مسائل مهم دیگه ای هست، در صورتی که اون مسائل هم مسائل ماست، اون هم دغدغه های ماست. بیشک من وقتی دارم نماد اسلام رو به اثر خودم برمیدارم و بر نمیتابم، بیشک مهریش رو هم بر نمیتابم، اجازه رو هم بر نمیتابم، در صورتی که افراد دیگه هم در کمپین های دیگه به این مسئله میپرداختن. و میخوام بگم که این شد که ما رسیدیم به قتل مهسا و انقلابی که میگیم انقلاب زنان است. و الان من فکر میکنم یک خرد جمعی مردان و زنان به این باور رسیدن که ما باید عبور کنیم از این مسئله و این اتفاق داره در خیابون ها میفته. عذرخواهی میکنم که من در ادامه صحبت های شاپ عکس زیاد صحبت کنم، دوست داشتم تجربه‌مو در میون بذارم، دوستان یکی یکی هم سوالات هم نظراتتون رو میشنویم. من یه نکته میتونم شهر جون در مورد صحبتت بگم؟ بله شما میتونید بگید، دوستان دستتون رو بلند. من کوتاه فقط میگم، منم از روز اول هم از طرف حاکمیت هم متاسفانه بخشی از جامعه مدنی این رو میشنیدم که مسیح علی نژاد داره زنان ایرانی، البته ما رو با نام دختر میخوندن، دختر داره دخترای ایرانی رو فریب میده و جون اونها رو به خطر میندازه زمانی که خودش خارج از ایران زندگی میکنه. و به نظر من اون از روز اول این صحبت خیلی توهین‌آمیز بود. بارها با کسانی که فرصت داشتم بحث بکنم میگفتم این دقیقاً از همون نگاه مردسالار میاد که داری عاملیت زنان رو زیر سوال میبری. خیلی از زنانی که توی این کمپین شرکت کردن، من از اول چهارشنبه سفید از هفته اول میدیدم و یکی از کسانی که هیچ وقت از من یادم نمیره، مرد جوانی بود که در کنار مادر چادریش همیشه ویدیو میفرستاد برای مسیح. و حتی زمانی که یادت باشه قبل از چهارشنبه سفید یک کمپینی شکل گرفت کوتاه مدت که مردان حجاب سر میکردن بین آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید بود، اون پسر جوون اونجا هم روسری سر کرده بود برای اعتراض به حجاب اجباری و اون مادری که با ویدیو میفرستاد همراه با پسر، یه خانم چادری بود که سنش هم بالا بود و میگفت من به حجاب اجباری و خشونتی که به خاطر حجاب اجباری میشه اعتراض دارم. نه تنها خیلی از زنانی که درگیر این مسئله بودن اصلا سن پایینی نداشتن و زنان عاقل و بالغی بودن، بلکه ما حتی نمیتونیم عاملیت اون دختر نوجوان رو ازش بگیریم که تصمیم گرفته به این سرکوب اعتراض کنه. من همیشه میگفتم شما نگاهتون که میگین مسیح علی نژاد فریب داده، نه تنها توهین به ماست، بلکه سرچشمه است از یک نگاه مردسالار میاد که میخواد عاملیت زنان رو زیر سوال ببره و اینکه این زنان حق انتخاب دارن و با انتخاب خودشون به یک کمپینی پیوستن. حالا حکومت که ما رو متهم میکرد به پول گرفتن، اما اون کس جامعه مدنی که این برای مخالفت با مسیح این حرف رو میزدن، به نظر من همونها هم به طور ناخواسته عملیات ما رو زیر سوال می بردن و اینکه خودمون با آگاهی و بینش به این کمپین پیوستیم و تصمیم گرفتیم که به عنوان یک انسان و به عنوان یک زن صدای خودمون باشیم. و مسیح علی نژاد تنها کاری که کرده بود، که البته کار خیلی بزرگی بود، ولی مسیح علی نژاد در واقع صدای ما رو منعکس میکرد. تک تک ماها صدای خودمون بودیم، نه اینکه مسیح بخواد ما رو فریب بده. مسیح از پلتفرمی که در سوشیال مدیا داشت برای اینکه صدای ما باشه استفاده کرد.
سپاس شاپرک عزیز. دوستان من همچنان نمیبینم کسی دستش بلند باشه، که دستتون رو اگر بلند کنید حتما مایک رو براتون آزاد میکنیم که در این صحبت ها مشارکت کنید و نکته نظرات خودتون رو بگید، افرادی که دوست دارن. من آقای امامی رو میبینم، دوستان براشون مایک رو آزاد کنید، الان دستشون رو بلند کردم. دوستان برای آقای امامی دستشون رو بلند که صداتون نمیاد جناب امامی، اگر دارید صحبت میکنید یا مایک اگه براشون آزاد کنید ممنون میشه. ما صدای آقای سید علیرضا امامی رو نداریم. فکر میکنم شما بعد مایک رو باز کنید. باز نمیشه. آره ولی همکارم داره این کار انجام میده. جناب امامی ما صدای شما رو نداشتیم. الان میتونید صحبتاتون رو نظراتون اجازه بدید من یک مطلبی رو میخواستم خدمتتون بگم. صدای بنده رو دارید؟ بله بفرمایید. سلام خدمت همه همکاران محترم، فعالین حقوق بشر، همه کسایی که در نبع به حجاب اجباری فعال بودن، در فعالیت به حقوق زنان فعال هستند، تمامی زنان ایران سلام عرض میکنم، درود عرض میکنم، واقعا افتخار میکنم به عنوان یک مرد که هموطنانی دارم به عنوان بانوان ایرانی. پرچمتون بالا، دمتون گرم. من تا زمانی که ایران بودم چندین مسئله به وجود داشت که میخواستم خدمتون عرض کنم در رابطه با همین فعالیت نبه حجاب اجباری. اینا متاسفانه جمهوری اسلامی با شستشوی مغزی ما جوانها، آقایان، بانوان ایرانی، چیزی به نام غیرت و تدین رو آمیخته کرد به هم و ماها از دیدگاه غیرتیوار، غیرت خیلی معناهای بزرگی داره ولی بی‌حجابی خواهر و مادر و زن که جزوی از خانواده خودمون میدونیم رفتی به غیرت نداره. آقا غیرت داری نظر سختی بکشه، غیرت داری نظر اشکشو در بیاری و و و خیلی چیزهای دیگه. بس خواهی میکنم من پشت چراغ هستم، بعد چراغ رو رد کنم بنده خدا. چیزی که وجود داره در ایران این شستشوی مغزی است که ماها رو باعث شد تو فکرمون، تو ذهنمون ایجاد بشه که ای داد بیداد، خواهرم، مادرم، زنم داره بیهجابی میکنه، وا غیرت ها. و باعث میشد خود ماها همراه همسو جمهوری اسلامی باشیم. متاسفانه خیلی طول کشید تا من علیرضا امامی از نام سیادت خودم بدم بیاد، تا مسیحی شدنم جدا جدا به قضیه، تا جایی که من با مثلا خانواده خودم پیش اومد که رفته بودیم در جنگلی در اطراف تهران، همین پارک‌های جنگلی مثل سرخ‌حصار یا لویزان یا شیان بود که نزدیک به جایگاه‌های سپاه اسلامی سپاهه. مادرم محجب است ولی خواهرای من خب به قول خودمونی اروپا میرن و میگردن و میان، اصلا با حجاب مخالف بودن از ابتدا. یکی از این آقایون گشتی پارک اومد به خواهر من گیر داد که خانم حجابت رو رعایت کن. خواهر من گفتش که نه من حجابم بد نیستش، که حالا شالش مثلا تا نصف رو سرش بود.
اومد سمت خواهر من، فکر میکرد که حالا مثلا ما سیب زمینیم داریم اونجا چیز میکنیم، داریم مثلا ما جزء آدمای بی وجودیم که اون بیاد سمت خواهر ما و من اجازه بدم او به خواهر من حد که حرمت کنه. روزی که مأمور جمهوری اسلامی به سمت خواهر من جلوی چشم من یورش رفت و من اونجا غیرتم به جوش اومد به خاطر خونم خواهرم و درگیر شدم با اون حالا مأمور، کار به پاسگاه و پاسگاه کشی کشید. دیگه نذاشتم، دیگه برام اهمیتی نداشت که خواهر من رو سرش باز داشته باشه توی مجلس یا بیرون که میریم، و منتظر بودم. تو خیلی ویدیوها میدیدم که اگه تنبلی کنید به یه خانومی میده و اون زد و خورد میکنه با خانومه. خیلی ناراحت میشدم از آقایونی که فقط فیلم میگرفتن، مینوشتم توی اینستاگرام فیسبوک هر جا که میشد مینوشتم آقایون چرا تماشاگری شدید فیلم بردار، برید بگیرید اون طرف، نذارید با اون دختر اینچنین بکنه. اگر خواهر و مادر خودشونم بود قطع به یقین وای نمیستادم فیلم بگیرم، کاری که من کردم. امروز اسم مسیح علی‌نژاد رو آوردید، گفتید که مسیح علی‌نژاد گول زده. مسیح علی‌نژاد کار بزرگی کرد، دعوت کرد از بانوان ایرانی، روشن سازی کرد، آگاهی سازی کرد، چیزی که آقای شفاهی بارها به ما گفته ما فعالین حقوق بشر باید آگاهی سازی کنیم، آگاه کرد زنان رو به حقوقشون، دل جرأت داد، دعوت کرد هر کی خواست به این کمپین پیوست. کسی گول نزده که جمهوری اسلامی میگه آقا گول میزنن، تو قوی‌تر باش نذار گول بزنن. تو چی داری برای ارائه که جوانها؟ مادر من یه دوره گیر داد به خواهرای من که بابا حجابتون اصلا این حرفا رو نمیزنه، میدونه که همه چی دروغ بوده. بهشت و جهنم همینجا تو همین دنیاست. بهشت و جهنم علکی بافتم برای همه ما. من جناب امامی اگر جنبندی کنید ممنون میشم ازتون. من صحبتمو کوتاه میکنم. ای کاش من هم در ایران بودم توی این اعتراضات، مطمئنن میرفتم بی ترس از جانم، همونجوری که آبان 98 رفتم، دیماه 96 رفتم. ای کاش الانم بودم مشارکت میکردم. درود بر همه مردم ایران. ممنونم از وقتی که به من دادید. مایک رو من رها میکنم. سپاس از جناب امامی. ما با عنوان تاثیر جنبش زنان در قیام و انقلابی که الان در جریانه داریم صحبت میکنیم در خدمت خانم شاپرک شجریزاده هستیم. دوستان اگر صحبتی دارید، نظری دارید، میتونید دستتون رو بلند کنید که در خدمت شما باشیم. قبل از اون که دوستان بخوان مشارکت کنن، خانم شجریزاده اگر نکته‌ای دارید در خصوص صحبت‌های آقای امامی میتونید نظر خودتون رو بگید. من ازشون سپاسگزارم. واقعا برای منم افتخاره در کنار مردانی باشم که حمایت میکنن از زنان و جنبش زنان. جنبش حقوق زن یعنی حقوق انسان، و اینکه میبینم مردانی حمایت میکنن از زنان نشون میده که اهمیت میدن به حقوق شهروندی و حقوق همه انسان ها. اما یه نکته گفتن در مورد غیرت و ناموس. خودمون میدونیم یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی خیلی ترویج داده، ترویج فرهنگ ناموس پرستی و غیرت هستش. ببینید غیرت یک بند، یک زنجیر و بندی هستش که به دور افکار به نظر من یک مرد کشیده شده که با به بهانه ناموس پرستی زن رو در یک قفسی اسیر کنه. غیرت و ناموس واژه هایی هستند با اون تعبیری که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه، واژه هایی هستند که به هر حال ریشه سنتی دارن، از فرهنگ مردسالار و سنت زده بیرون اومدن. اما جمهوری اسلامی با تاکید بر ناموس پرستی و غیرت داشتن
سعی کرده که اون خشونت نهادینه در این واژه ها رو تبلیغ کنه و مبانی بکنه برای خشونت بیشتر علیه زنان و زن ستیزی با واژه غیرت و ناموس. در تاریخ جمهوری اسلامی صدها زن بیگناه کشته شدن. دوستان اینجا کمیته زنان هستش و من دوست دارم که واقعا مشارکت کنید، چون که میبینم کسی دستش رو بلند نمی کنه برای مشارکت. حداقل تک تک شما بیشک در اتفاقاتی امروز داره میفته، چه در زندگی شخصی خودتون، چه در زندگی خانوادگی فامیلی، و یک سری تاثیراتی داشتید، یک کنشگری هایی کردین و مطمئنن حرفایی برای گفتن دارید. خوشحال میشم که مشارکت کنید. زینب ایزدی عزیز رو اگر مایک رو براش آزاد کنید میشنویمش. سلام به همگی. من یک دقیقا موافق هستم با این که میگن شستشو مغزی دادن مردمونو. من جدا از این که با حجاب اجباری مخالف هستم، من خودم یکی از قربانیش هستم. یکی این که از کوچیکی بچه ها رو ازدواج دخترها رو شوهر می دادن و منم یکی از همونه هستم. در 14 سالم بود که حامله بودم و موقع زایمانم بود، هیچ که به من توجه نداشت، فقط مواظب بودن که من این حجاب این چادره از سر من نیفته. یعنی چی بگم، واقعا این شستشو مغزی که میگم، من اینه تو زندگیم کاملا تجربهش کردم و الان خوشحالم که مردم به جایگاه زنو دارن توجه میکنن و به زنو بها میدن. خیلی ممنون که به صحبتم گوش دادید. سپاس از شما خانم ایزدی عزیز که جامع و کوتاه صحبت کردید و نظر خودتون رو گفتین. دوستان مایک رو برای خانم سه آ، حالا من این اومد جلش، باجیلان اگر درست تلفظ کنم، مایک رو براشون اگر آزاد کنیم ممنون میشم. سلام، وقتتون بخیر. من باجیلان هستم. در راستای صحبت دوستان میخواستم بگم که چیزی که باید بهش توجه بکنیم و خیلی مهمه، آگاهی جمعی هستش که خوشبختانه در بین مردم کشورمون به وجود اومده، هم آقایون هم خانوم ها. جمهوری اسلامی و نظام مرد سالاری که شاید بتونیم بگیم بسترش از قبل هم توی ایران وجود داشته، باعث شد که جمهوری اسلامی توی خانواده ها، یعنی این بستر گشت ارشاد فقط مال خیابون نبود، سالهاست توی خونه ها زنها به عنوان اموال پدرانشون، برادرانشون و بعد شوهرانشون بودن. یعنی این وجود داشت که این گشت ارشادهای خانگی همیشه تصمیم بگیرن برای زنها و همیشه یک نفر باشه که بهشون بگه چیکار بکنن و چیکار نکنن. این تنها مربوط به حجاب هم نبود، کوچکترین حقهایی که زنان هر خانواده میتونستن داشته باشن، از حق انتخاب همسر، اگر زمانی میخواستن جدا بشن، زمانی که میخواستن جدا بشن حقوقی که مطالبه میکردن، یعنی تمام از ریز بستری که تصمیم بگیرن برای هر اتفاقی از گشتای ارشاد خانگی باید عبور میکردن، از قانون مرد سالار جمهوری اسلامی باید عبور میکردن و این یک تفرقه بود بین خانوم ها و آقایون توی جمهوری اسلامی که به شدت ازش استفاده میکرد. یعنی به نام غیرت برای مردها و ناموس برای زنها این تفرقه رو ایجاد کرده بود بین این دو قشر، که همیشه یک انزجاری از طرف خانوم‌ها برای آقایون وجود داشت بابت سرکوب‌های خانگی و اتفاق‌هایی که براشون می‌افتاد و از اون ور هم جامعه خب تردشون می‌کرد. ولی الان باید خدا رو خیلی شکر کنیم و واقعا این آگاهی جمعی، اینکه آقایون الان در کنار خانوم‌ها قرار گرفتن، اینکه برادران ما الان دیگه مثل زمان‌های قبل نیستن که بیان
به حجاب خواهرانشون، به رفت و آمدشون، به حق تصمیم گرفتن برای زندگی آیندهشون بخوان دخالتی بکنن یا آزار و اذیت خانگی مثل قبل وجود داشته باشه. همه اینها دست به دست هم داد و اعتراضات مدنی خانم‌ها برای حجاب اجباری به هر حال این پایه‌ها رو تا این حد سست و شکننده کرده و امیدوارم من و همه زنان ایران یک روز بتونیم بدون سایه سنگین و در واقع سیاه این جمهوری به زندگی شاد و سرخوش و خوشحال قبلمون ادامه بدیم. مرسی که به هم ماگ رو دادین. ماگ رو رها میکنم. روزتون بخیر. سپاس خانم باجیلان عزیز از مشارکتتون و نکات خیلی خوبی که عنوان کردید. شاپرک عزیز، هر زمانی که فکر کردی میخوای کامنتی بذاری یا نکته اضافه کنی بگو که من به شما وقت بدم برای این صحبت. فقط یه کامنتی راجع به صحبتهای خانم الان نمیبینه، خانم ایزدی دارم اگه اشکال نداره. من قبلش اگه اجازه بدی از خانم سوسن خواهی کنم، چون که باید مایک رو اول برای ایشون رها می‌کردیم و بعد از صحبت‌های شاپرک عزیز سوسن عزیز رو می‌شنویم. می‌شنویم تو رو شاپرک. مرسی. من اولا با جلان عزیز این رویای تو رو من فکر می‌کنم همه زنان و همه مردان ایرانی برای ایران آزاد و تمام شدن این تاریکی شیر میکنن و واقعا این آرزو همه ماست. امیدوارم که این روزها نوید آزادی داره میاد. خانم ایزدی به نکته خیلی خوبی خیلی کوتاه با یه خاطره عمق خشونت علیه زنان رو به تصویر کشیدن. زنی که من متاسفم زینب جان، زنی که کودک همسری رو تجربه کرده که همه ما میدونیم که چقدر میتونه زندگی یک زن رو جابجا کنه، زندگی یک انسان رو چقدر میتونه خشونت بار باشه که در سن کودکی مجبور باشی ازدواج کنی. در واقع ببخشید من این واژه رو استفاده میکنم، زنی که تجاوز شرعی بهش میشه، دختر بچه‌ای که کودکی که تجاوز شرعی بهش میشه و بعد هم در سن 14 سالگی در سن کودکی باید درد زایمان رو تحمل کنه، بارداری رو تحمل کنه و تجربه فرزند انسان دیگری رو داشته باشه زمانی که هنوز خودش نتونسته از دوران کودکی و نوجوانی و جوانیش لذت ببره. و خیلی قشنگ گفتی اینکه زمانی که یک دختر داره، یک زن داره بدترین تجربه به هر حال یکی از سخت‌ترین لحظات زندگیش رو میگذرونه، اون چیزی که برای اطرافیان به واسطه اطلاعات غلط و جهل و نادانی و همینطور اون دروغ‌ها و پروپاگاندای مذهبی رژیم جمهوری اسلامی به شما چیزی که توجه می‌کردن دردی که یک دختر بچه داشته نبوده، بلکه اینکه حجابش رو داشته باشه به قشنگی توصیف کردی. یکی از مسائلی که خیلی ما باهاش شهرار جان حتما تو هم درگیر بودی این بود که میگفتن مسئله کودک همسری، مسئله نداشتن حق طلاق، نداشتن حضانت فرزند، اینها مسائل مهمتری هستش و خیلی از حقوق دیگه تا حجاب اجباری. ولی همیشه من میگفتم که این معنای اگر من به حجاب اجباری معترض بودم این معناش این نیست که من نداشتن حق طلاق رو تجربه نکردم. من هم در دادگاه ها برای گرفتن حق طلاق از شوهری که خشونتگر بود خشونت قاضی رو تجربه کردم. زمانی که به من گفت چی کار کردی که شوهرت کتکت زده، وقتی بهش گفتم منو کتک میزنه حتی به خاطر افکارم، به من گفت چه کار ناپسندی انجام دادی که شوهرت مجبور شده تو رو کتک بزنم. میگفتم این معناش این نیست که من به دنبال بقیه حقوقم نیستم،
الان کمپینی هست که من بهش پیوستم و من اینها رو مقابل هم نمیبینم. شما هم ما رو مقابل خودتون نبینین، بلکه بدونین که ما زنانی که دارن فعالیت میکنن برای تمام این خواسته ها فعالیت میکنن. دیدیم که چقدر فعالین زن در داخل ایران تلاش کردن برای اینکه سن ازدواج رو به سن قانونی تغییر بدن و از کودک همسری در ایران جلوگیری کنن، ولی متاسفانه 43 ساله که رژیم جمهوری اسلامی اصرار داره به اینکه زنان زیادی رو، دختران زیادی رو در ایران قربانی تجاوز شرعی کنه و همچنان هم داره به این کارش ادامه میده. یادمون نرفته که کسانی که خودشون رو فعال زن در ایران مینامند و من اونها رو زنان حکومتی مینامم، چون هم داخل حکومت هستن هم سمبل خشونت حکومت بر سرشون هستش و هم اکثرشون وابستگان مردان حکومتی هستن، یادمون نره که چطور هم از کودک همسری و هم از قانون واقعا ارتجاعی و بربری خونبس دفاع میکنن. سپاس شاپرک عزیز به خاطر نکات مهمی که بهش اشاره کردی. من دوست دارم این رو هم اضافه کنم به صحبت به شاپرک، و ما میدونیم که داریم توی کشوری زندگی میکنیم که تقریبا روزی یک یا دو زن توسط قتل‌های ناموسی، کاری که خودمون داریم انجام میدیم، و اگه بخوایم میانگین بگیریم در سال روزی یک یا دو تا قتل ناموسی داریم توی جامعه همون. و خیلی ها این روزها، ما 12 قرن مرد سالاری داشتیم توی جامعه همون، و این روزها خیلی وقت ها ما مواجه میشیم با این نگرانی که وجود داره و میگن که نکنه الان مثلا قدرت به زنان برسه، نکنه الان این اتفاق بیفته، نکنه که زنها میخوان بیان حق خودشون رو بگیرن، نکنه مثلا ما رو بخوان زنها بذارن کنار. و مگه الان تعداد مردهایی که کشته میشن نسبت به زنها بیشتره، مردها نسبت به زنها بیشتر در خیابانن، و چرا اصلا شما میگید این انقلاب زنان است؟ دوستان من دلم میخواد از همین تریبون استفاده کنم بگم ببینید، اگر این انقلاب و اگر این اتفاق افتاده که مردان و زنان همراه هم و در کنار هم به خیابون ها اومدن، زنانی که کشته شدن اگر میخواید به آمار بیارید، لطفاً این قتل‌های ناموسی رو هم بیارید اضافه کنید، لطفاً اون قتل‌های حکومتی رو هم بیارید اضافه کنید، همه اینها رو بیارید اضافه کنید و بگید ما در طول اعصار اینقدر از زنانمون، از مادرانمون، از خواهرانمون، از عزیزانمون رو به خاطر سرکوب سیستماتیک، به خاطر این ساختار سرکوبگر سیستماتیک از دست دادیم، و الان این انقلاب برای مبارزه با کانسپت تبعیض است از هر نوعی، و تبعیض جنسی جنسیتی بزرگترین تبعیضی است و بیشترین جمعیت رو در تمام دنیا در بر میگیره، و برای همین هم هست که چه در ایران و چه در بیرون از ایران افراد بیشتری با شعار زن زندگی آزادی به ما پیوستن، و این روزها اون حجاب هم سمبولی بیش نیست و مطمئنا ما از حجاب رد شدیم، و برای مبارزه با تبعیض به هر شکلیش و به تمام قد در مقابل تمام شکلهاش می‌ایستیم و می‌خوایم عبور کنیم از این نظام استبدادی، حالا چه از نوع سیاسیش و چه از نوع دینیش. خانم سوسن رخش رو می‌شنویم و باز هم دوست دارم که دوستان مشارکت بیشترتون و نظرهای موافق و مخالفتون رو در این جلسه بشنویم. میتونم صحبت کنم؟ صدای من میاد؟ بله عزیزم بفرمایید. سپاس از شما شرار جان و همینطور از شوپرک عزیز به خاطر این برنامه خوبی که گذاشتید، واقعا برای من خیلی آموزنده است. من به نسل انقلاب تعلق دارم، به نسل انقلابیون، همین دانش آموزانی که امروز تو خیابون هستن. 57 ما جای اینا بودیم، من خودم دانش آموز دبیرستانی بودم و شدیدنم در انقلاب شرکت کردیم، حالا غلط یا درستش اون جای بحث دیگری داره، ولی خب به محضی که انقلاب شد اولین ضربه رو ما خوردیم. در دوران انقلاب خب واقعا جامعه هم از نظر سواد پایین تر بود نسبت به امروز، هم این سوشیال میدیا نبود، این دهکده جهانی نبود، و بسیاری چیز خب باعث شده بود که ما
حتی خودمون همون ضربه رو من اعتراف میکنم به اینکه پذیرفتیم. ما اومدیم تو خیابون به حجاب اعتراض کردیم وقتی که مردان ما یا حتی زنان ما مثل خانم ناطق نوری، مثل خیلی های دیگه به ما اعتراض کردن، ما چون بچه بودیم و چون سوادمون کم بود شک کردیم به خودمون، فکر کردیم واقعا داریم به انقلاب ضربه میزنیم، فکر کردیم خائن هستیم به کشورمون. این در بسیاری از ما این احساس به وجود اومد. این یه واقعیته. حالا بررسی اون جاش اینجا نیست، ولی خب این یه اتفاقی که افتاد. اما به نظر من جنبش زنان ایران بعد از اون هم، بعد از اون کشتار دهه 60 و بعد از اینکه جنگ تمام شد، آقای رفسنجانی اومد رو کار، باز مرتکب یک اشتباه شد. و اون اشتباه این بود، البته خیلی کارهای بزرگی کردن تو دهه 70 زنان ایران، خیلی کارهای بزرگی کردن، ولی یک اشتباه به نظر من اینا مرتکب شدن، این بود که حجاب رو در دستور کار قرار ندادند. و وقتی که ما به دوستان در داخل میگفتیم چرا حجاب در دستور کار نیست، میگفتن عرف جامعه است و جامعه پذیرفته اینو، چیزی نیستش که ما بخوایم براش وقت بذاریم. و ما همیشه سر این مسئله اختلاف نظر داشتیم. این بود که من فکر میکنم این مسیر یک کمی توی تاریخ جنبش زنان ایران اشتباه رفت. اما من از شما که به نسل بعد از اون تعلق دارید، به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک کسی که خب به نسل انقلاب گذشته تعلق دارم، میخواستم سوال بکنم که اگر خانم علی نژاد نمی اومد و این کمپین ها رو به راه نمی انداخت، آیا حجاب، مسئله حجاب اینقدر بلای نسل شما بزرگ میشد؟ اینقدر به یک مسئله حیاتی و که کاملا هم درست، البته من کاملا با این حرکتی که صورت گرفت موافقم، هرچند که نسل من خیلی هاشون از خانم علی نژاد انتقاد میکنم، من اتفاقا برعکس احساس میکنم که ایشون کار بزرگی انجام دادن. و این، ولی اگر این نقش ایشون نبود، شماهایی که در داخل کشور بودید اون موقع، آیا واقعا حجاب براتون اینقدر مهم میشد؟ یا مثلا شاپرک عزیز گفتن که چجوری در دادگاه درگیر میشدن، آیا اون مسئله اولویت بیشتری پیدا نمیکرد که مثلا بتونه حق طلاق بگیره، حق حضانت بچه بگیره و اینا، برای اینها مبارزه بکنه؟ چون نسل قبل از شما رو این تکیه میکرد که ما باید قوانین رو عوض بکنیم، قوانین رو عوض بکنیم، خیلی چیزا برای زنها تغییر میکنه، که نه قوانین رو تونستن عوض بکنن و نه تونستن روی مسائل همین مثل حجاب که در جامعه زنان خشونت علیه زنان بود در واقع روش کار بکنن. این سوال رو من امیدوارم که شما بتونید، شما دو تا دوست خوب، جواب بدید که آیا اگر خانم علی نژاد این کمپین ها رو به راه نمی انداخت، که در واقع صدای شما از داخل بود، ولی آیا اینقدر این مسئله حجاب برای شما گسترده می شد که بخواید با این کمپین ها همکاری بکنی؟ اصلا اساسا اگر ایشون این کمپین رو راه نمینداخت، آیا شما حاضر میشدید در داخل کشور کمپین به راه بیاندازید برای این حجاب اجباری؟ خودتون حاضر، میدونم تک تک شماها در حد خودتون مبارزه میکردید و این مبارزه رو به نوعی به پیش می‌بردید، ولی اینکه به صورت کمپین و اینطور شد و تا به اینجا رسید که امروز به یکی از مسائل اساسی جنبش زنان ایران تبدیل شده، که همه اعتقاد داریم که از حجاب باید شروع بکنیم تا بتونیم بقیه قوانین رو تغییر بدیم، بقیه تبعیض‌ها رو علیه زن تغییر بدیم، آیا این اتفاق به این شکل میافتاد؟ یک نکته دیگه رو میخواستم بگم اینه که آیا شماها تصور میکنید که با این سوالی که میخوام جواب بدید، آیا اون چی که امروز حجاب نوعی به ناموس برمیگرده، به یک ناموس دولتی که میتونیم بهش بگیم خشونت ناموسی دولتی؟ چون ما اعتقاد داریم که این نوعی خشونت ناموسی دولتیه، وقتی که مذهب میگه زن باید خودش رو بپوشونه برای اینکه جامعه در امان باشه و زن جامعه رو به خطر میندازه با عدم پوشش خودش، پس باز برمیگرده به مسئله ناموس، باز برمیگرده به مسئله کنترل و حاکمیت مرد بر زن. آیا شما هم این دید رو دارید، این رو میپذیرید؟ خوشحال میشم اگر شما دو دوست به این دو سوال من جواب بدید. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. سپاس سوسن عزیز.
ممنونم به خاطر اینکه امروز با این اطلاعیه اومدی و در جمع ما حضور داشتی. بیشک ما زنانی که فعال حقوق زنان هستیم مشعل رو از دست زنانی مثل شما که سال 57 به خیابان آمدید و همواره با هر آن چیزی که با تمام وجودتون برای جنبش زنان جنگیدید و تلاش کردید، ما مشعل رو از دست شماها میگیریم و ما فراموش نمی‌کنیم کمپین 1 میلیون امضا. و من به عنوان یک آدمی که شاید سنم به 18 سالم نرسیده بوده و در کمپین 1 میلیون امضا خودم فعال بودم و بابت اون هم حالا مثلا کتک خوردم و یا تلاش می‌کردم اون دفترچه‌هایی که کوچولوهایی که درست می‌کردین رو بردارم ببرم یه جاهایی امضاهایی بگیرم و بعدش هم خانم مسیح علی نژاد و این مسائلی پیش اومده. من عذر من رو بپذیر شاپره که من زودتر است و این رو میگم. من فکر میکنم یک مسئله ای که ما همیشه و همواره در کنشگری داریم این هستش که ما در ابتدا باید آگاهی بدیم و بعد از اینکه آگاهی به وجود میاد مطالبه گری شکل میگیره. یکی از بزرگترین خدمت هایی که مسیح علی نژاد با روایتگری با رول مدل شدنش، یعنی رول مدلی ما نداشتیم در زندگیمون به خاطر اینکه تمام رول مدل ها در بیرون از ایران بودن و با برچسب های ضد انقلابی زدن از اونها و حالا شیبه های مبارزاتی مختلف، یعنی اونها افرادی که در ابتدای انقلاب بودن در حزب های مختلف بودن و ما میبینیم توی تصمیم گیری جنبش زنان غیر از اون جنبش مستقلی که در ابتدای انقلاب شکل میگیره، اینها اومدن و تفکرات حزبی خودشون براشون اولویت داشت تا زندگی نرمال زنان، تا حق اولیه. اگر عرف بود که در ابتدای انقلاب چرا اون همه زن به خیابون اومدن، اونها که حجاب نداشتن، اونها که نمیخواستن حجاب داشته باشن، ولی اونها گفتن که برای اینکه انقلاب الان به خطر نیفته بیایید و این کار رو انجام بدید. و مسیح علی نژادی که از دل نسل، از دل این جامعه در همین حکومت، یعنی این افرادی که در جنبش زنان فعال بودن در ابتدای انقلاب بعضی هاشون سرکوب شدن و زندانی شدن و خیلی کنترل شدن، نمیتونستن فعالیت کنن، مثل همین خانم رضوان مقدمی که حالا من خودم هم باهاش همین الان دارم کار میکنم و دیروز ما داشتیم و توی زندان بود و حالا داشت این موارد رو انجام میداد و بعد از ایران اومد بیرون و یه سری آدم‌های دیگه هم داشتن مبارزه میکردن، مثل مثلا ولی مسیح علی نژاد از دل این حکومت و جامعه و همکاری‌هایی که داشت و خبرنگار بود و خلاقیتی که داشت و بعد از اینکه پاش به بیرون باز شد با اون خلاقیتی که زد و زنان باهاش همراه شدن، این کمپین با شکست مواجه میشد اگر فردی باهاش همراهی نمیکرد، اگر کسی قبول نمیکرد. و هر بار هم زنان عکس‌ها رو توی صفحات خودشون میذاشتن و حالا بعد مسیر رو توی با اجازه خود اون زنان توی صفحه خودشون انتشار میدادن. و من فکر میکنم که شاپرک بهتر از من میتونه جواب این سوال رو بده، یعنی ادامه صحبت من رو بکنه، با این اشاره که من شاپرک یک جایی از تو شنیدم که میگفتی من همیشه فکر میکردم باید وکیل باشم، باید یه کار مثلا یه کاری باشم که برم تو حقوق زنان و از اون. من دوست دارم خودت از زبان خودت هم نگاه کنی به ما به عنوان کسایی که واقعا کف اون خیابون‌ها تلاش کردیم و مبارزه کردیم به هر شکلی. حالا دلم میخواد این رو بگی و این تجربت فکر میکنم تجربه جالبی باشه و جواب بده به صحبت سوسن عزیز. بخشی از صحبت های من شهر جون شما انجام دادی، منم سلام میکنم به سوسن عزیز و واقعا شراره درست گفت. شما در واقع الگوهای ما بودین. من خودم زنان 1 میلیون امضا واقعا زنانی بودم، زنانی بودن که بهشون چشم داشتم و نگاه میکردم. دو تا سوال رو فکر میکنم سوزن، دو تا مسئله رو سوزن جان مطرح کردی که من سعی میکنم به هر دوش جواب بدم. یکی همین مسئله کمپین هایی که مسیح گذاشته و اینکه آیا ما این کار خودمون میکردیم. به درستی شراره گفت، من سالها مسئله حقوق زنان رو به عنوان یه زن ایرانی دنبال میکردم، ولی خب به خاطر که رشته تحصیلیم یه چیز دیگه بود، اصلا وارد علوم اجتماعی نبود، من کامپیوتر خونده بودم، زندگی درگیر زندگی شخصی خودم بودم، هیچ وقت این حس رو پیدا نمی کردم که جایگاهی دارم در جنبش زنان. و همیشه فکر می کردم که خب این نمی دونم چرا، فکر می کردم که کسانی که توی جنبش زنان هستن کسانی هستند که علوم اجتماعی خوندن، وکیلن، روزنامه نگارن یا دانش آموخته های علوم اجتماعی.
و اما دنبال میکردم و منتظر بودم که این زنان پیشرو به هر حال تغییری به وجود بیارن. در تمام حقوقی که از ما گرفته شده چشم انتظار این بودم که بتونن با تلاشی که میکنن قوانین رو عوض کنن، و سالها میدیدم که یکی پشت یکی سرکوب شدن، یا مجبور به خروج از ایران شدن که در تبعید زندگی کنن، یا اینکه سر از زندان در آوردن توی زندان ساکت شدن، یا اینکه بیرون از زندان به خاطر فشارهای حکومت مجبور شدن که فعالیتشون رو متوقف کنن. و میگم در یک نقطه از زندگی به این نتیجه رسیدم که به خاطر این بوده که جای تمام حمایت سراسری زنان از این زنان پیشرو در این جنبش زنان خالیه. در جنبش من جنبش سفرجت رو خیلی میخوندم، خیلی 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 برام جالب بود همیشه، و متوجه شدم که این بحث حقوق زنان در اروپا از چند قرن قبل شروع شده. زنانی که از خانواده های مدرن و تحصیل کرده، از میدل کلاس خانواده های تحصیل کرده شروع کرده بودن به اینکه جایگاه خودشون رو در جامعه پیدا کنن، و وقتی این جایگاه رو پیدا میکردن به اون بسنده نمیکردن و تلاش میکردن این جایگاه رو برای همه زنان در اجتماع اون موقع در اروپا باز کنن. اما همواره این زنان به بدترین نوع سرکوب میشدن، با همون چیزهایی که ما سرکوب میشدیم. اکثرشون متهم میشدن به ادالتری و به هر حال تهمتهای جنسیتی. و زمانی جنبش به صورت نوین شروع کرد به فعالیت، به ظهور، زمانی بود که زنان ورکینگ کلاس، زنان طبقه کارگر، زنان معمولی اومدن و به زنان طبقه میدل کلاس پیوستن و تعداد رفت بالا. و میبینیم که اون زنانی که پیشرو بودن، قدم جلو گذاشته بودن، یه جاهایی تو جنبش سفرجت عقب موندن، چون نوآوری و اون تندروی که این زنان جدید وارد کردن، این اجتماع زنان وارد کردن، باعث شد که بالاخره جنبش سفرجت به نتیجه برسه. و این برای من شد اون زمانی بود که فکر کردم که خب جای من و بقیه زنان در حمایت از زنان پیشرو خالی هستش. در مورد مسیح علی نژاد، مسیح کمپینر خوبیه، به جز اینکه روزنامه نگار فعال و شجاعیه و زنی که صدای بلندی داره، کمپینر خوبیه. کمپین های اعتراض به حجاب اجباری، من یک سری از مخالفینش یادم میگفتن ما اول بودیم، ما قبل از مسیح مثلا گفته بودیم نه به حجاب اجباری، مثل اون بچه های نمیدونم لیبرال دموکرات بودن و یه همچین چیزی. منتها مسیح در بهترین زمان ممکن اومد و این کمپین ها رو شکل داد، و همراه با کمپین ها خودش هم رشد کرد. آزادی های یواشکی رو هنوز خیلی ها مسخره میکنن، ولی آزادی های یواشکی یه پلتفرمی بود، یعنی آغازگر این جنبش بود در فضای مجازی، در بهترین موقع که دنیا تبدیل شده بود به یک دهکده جهانی. در همون سالهای اولش آزادی‌های یواشکی یک پلتفرم مجازی بود که زنان ایران همونطور که شراره گفت بیان و بگن که من این عکس نیستم، من این عکسم، این یک زندگی دوگانه است که من مجبور شدم که زندگیش کنم، این یک دروغیه که حکومت منو مجبور کرده که این دروغ رو زندگی کنم، من این زن با این تصویر نیستم، من این زنم، من زنیم که قبول ندارم این چادر اسارت رو، این پارچه اسارت رو. و بعد این کمپین خودش میگم یه جایی رسید که مردان اومدن و شروع کردن حجاب گذاشتن در حمایت از زنان، و بعد چهارشنبه های سفید به اون صورت شکل گرفت که یک تبدیل شد از یک کمپین به یک نافرمانی مدنی در خیابان ها. از پوشیدن نماد سفید در چهارشنبه ها، که من به شوهرم چهارشنبه صبح میگفتم به خاطر من امروز داری میری سر کار سفید بپوش، یادمه. یا پسرم که میرفت مدرسه من لباس سفید تنش میکردم، اگه عکسای منو ببینید
بعضی از عکس‌ها ستامون با هم، من عکس فرستادم برای مسیح یا تو صفحه خودم گذاشتم، ستامون روز چهارشنبه سفید پوشیدیم. من ما زنان ایرانی این نافرمانی مدنی رو خودشون سلبریت میکردن، خودشون جشن میگرفتن که ما میایم و میگیم. و میگم این کمپین مجازی تبدیل شد به نافرمانی مدنی و بعد خودش یواش یواش این نافرمانی مدنی با بیهجابی همراه شد، بیهجابی که نافرمانی مدنی بود، و بعد کار ویدا موحد اینو تبدیل به یک جنبش کرد، جنبش دختران خیابان انقلاب، چون به خیابان ها اومد به صورت علنی از نافرمانی مدنی به صورت یک پروتست، یک اعتراض صلح‌آمیز در اومد. این کمپین با خود مسیح علی‌نژاد رشد کرد، یعنی هم مسیح کمپین رو رشد داد، هم خود مسیح رشد کرد با این کمپین، و همینطور همه ما شروع کردیم به پیدا کردن جایگاه خودمون در جنبش زنان، که به شما پیشروان جنبش زنان بپیوندید و بقیه خواسته ها رو هم مطرح کنید. اما اگه مسیح نبود ما این کارو داخل ایران میکردیم؟ من نمیتونم جواب اینو بدم. من به این نتیجه رسیدم که هیچ جنبشی نمیتونه داخل ایران رهبری بشه، در داخل ایران شکل میگیره. اگر زنان ایرانی با به خطر انداختن امنیتشون همراه نمیشدن با مسیح، این جنبش هم مثل بقیه قدیمی ها به جایی نمیرسید. مسیح به ما پلتفرم داد و واقعا کار بزرگ انجام داد. ولی من الان به این نتیجه رسیدم هیچ جنبشی راهبریش نمیتونه از داخل ایران باشه، چون همونطور که گفتیم حتی جنبشی مثل، حتی حرکتی مثل حرکت لگام که اصلا پایه های این حکومت رو نمیلرزونه، مثل حجاب اجباری، لغو گام به گام اعدام، اونم نه اینکه برداشتن یک دفعه حکم اعدام، لغو گام به گام حکم اعدام وقتی از داخل ایران توسط وکلای حقوق بشری و مدافعین حقوق بشری آغاز شد، دیدیم که این افراد با چه حکم‌های زندانی روبرو شدن، و این از اول ادامه داشته تا الان. نمیدونم کس دیگه این کارو میکرد، ولی به هر حال در بهترین زمان ممکن این کمپین ها شروع شد و از خارج از ایران که تونست ادامه پیدا کنه. همونطور که جنبش میتو در سراسر دنیا یکی از بزرگترین تبدیل شد به یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبش های فمینیستی در مورد خشونت علیه زنان و استفاده از قدرت برای ساکت کردن قربانی و قدرت دادن به اون فرد خشونتگر، من فکر میکنم دلیلش این بود که وقت خوبی بود، مسیح کمپینر باهوشی و زنان ایرانی واقعا استقبال کردن. در مورد سوال دومتون، من شخصا معتقدم، خیلی ممکنه با من موافق نباشن، من براشون احترام قائلم برای نظرشون، شخصا معتقدم که حجاب سمبل تبعیض جنسیتی هستش و هیچ کس نمیتونه با انگ اسلام ستیزی و اینها این نظر من رو، دهن من رو ببنده. حجاب سمبل تبعیض جنسیتی هستش، نه تنها در دین اسلام. اگر که تاریخ اسلام رو مطالعه کنی، تاریخ حجاب رو مطالعه کنی، تاریخ باستان دنیا رو مطالعه کنید، متوجه میشید که درس کد برای زنان از اولین تمدن‌ها، از تمدن حمورابی برای سرکوب زنان در اولین تمدن‌ها شروع شده، در جوامع مختلف درس کد‌های مختلف برای زنان، و این نشانه واقعا تبعیض جنسیتی بوده، و اسلام هم این سخن خدا نیست، این سنتیه که به هر حال فرهنگ مردسالاریه که در تمدن‌های مختلف وجود داشته، و همین که یکی از جنس‌ها رو، یکی از سکس‌ها رو موظف می‌کنه که طور به خصوصی زندگی کنه و حق انتخاب رو از اون می‌گیره به خاطر جنسیتش، به نظر من نماد جنسیتی هستش در کل. اما حجاب اجباری چه در ایران که توسط حکومت به زنان اجبار میشه و چه در کشورهای
مسلمان یا حتی کشورهای غربی که توسط کامیونیتی مسلمان به زنان و دختران اجبار میشه، حجاب اجباری دقیقاً نماد زن ستیزی و خشونت علیه زنان هستش. جمهوری اسلامی و بعدش حکومت‌های اسلامی دیگه، استیت‌های اسلامی دیگه که بعد از جمهوری اسلامی به نظر من شکل گرفتن و ریشه‌اش اصلا همین جمهوری اسلامی بود، جمهوری اسلامی، داعش و طالبان، حکومت‌هایی هستند که با محور خشونت به زنان برای سلطه بر بدن زنان اومدن پایه‌ریزی خشونت حکومتی کردن. اما زنان در کامیونیتی های مسلمان ممکنه از طرف حکومت مورد خشونت قرار نگیرن به واسطه حجاب اجباری، ولی توسط کامیونیتیشون، خانواده هاشون همواره مورد هم به واسطه حجاب اجباری مورد خشونت قرار گرفتن و هم به واسطه فرهنگ مردسالار و ناموس پرست زنان بسیاری میبینیم حتی در کشورهای غربی به قتل میرسن. سپاس شاپرک عزیز. و من یک نکته کوتاه به صحبت‌های شاپرک در جواب سوسن عزیز اضافه می‌کنم. کاری که مسیح علی نژاد کرد عاملیت دادن به زنان ایرانی بود، یعنی در هر طبقه، هر شکلی، در ساده‌ترین زن، معمولی‌ترین زن هم میتونست در جنبش زنان خودش رو شریک بدونه و یک قدم برداره. و این عاملیت دادن به زنان همین اتفاقی که الان افتاده، یعنی مردان و زنان و جوانان ما عاملیت دارن در آینده خودشون، در سهم خودشون برای آزادی قدم برمی‌دارن و این همینه که تبدیل به این آگاهی جمعی و این خرد جمعی شده. یعنی دنبال ناجی نیستن. شاید در دوره‌های قبل افراد سرنوشت خودشون، جنبش زنان رو به یه عده‌ای سپرده بودن و اونها تصمیم گیرنده بودن و اون لحظه تصمیم گرفتن که الان حجاب درجه اول نیست، برگشت درجه اوله، ولی این بازگردونده شد به زنها و این قابل ستایشه و این ارزشمنده برای ما زنانی که تمام عمرمون رو گذاشتیم و داریم در خصوص این مسئله از هر جنبهش مبارزه میکنیم. به خصوص سوسن عزیز خودت، ما باز میگردیم به تو به خاطر اینکه دستایی که بالاست و من زیاد میبینم. در 3 دقیقه دوستان صحبت کنید، خودمونم کوتاه صحبت میکنیم که بتونیم نظر همه دوستان رو بشنویم. آقای حسنزاده عزیز رو میشنویم و بعد از اون زینب رو میشنویم، بعد روزا رو میشنویم و بعد سوسن. دوستان مایک رو برای آقای آزاد. صدای من هست خانم؟ بله بله، صدای شما هست. خیلی ممنون، خسته نباشید. من نظرهای خیلی خوبی رو شنیدم. چند تا مطلب وجود داشت تو این نظرها. یکی این که خود من شخصا از بردن اسامی به شکل این که رو به، حالا میدونید منظورم چیه، مثلا آقای خانم مسیح علی نژاد که گفتین اسمشو، ایشون رسالت خودشو در نقش یک کسی که تریبون دستشه واقعا به نفع بانوان ایرانی خوب جلو بود، همونجور که خانم مهمان جلسه هم به ما اینو گفتن. و اینکه چیزی که مسلم هست، من یه خاطره کوچیک براتون بگم از زمان دانشجوی خودم که ما فقط به خاطر یه مسئله ساده به نام گرانی، حالا مبلغ بلیت اتوبوس دانشجوها، ما یه همایشی تشکیل دادیم به کمک دانشجوها و همون موقع اتفاقا سال 79 بود که ما دنبال این بودیم که این مسئله حجاب اجباری بانوان رو توی محیط آموزشی به چالش بکشونیم. اون موقع فکر میکنم خانم علی نژاد داشتن در مورد بزرگنمایی اصلاح طلبا و آقای خاتمی فعالیت میکردن. اینی که انسان ها میتونن تغییر کنن این خیلی خوبه و متد های خوب بگیرن، ولی من از تکرار اسامی واقعا بیزارم. این به جنبش ضربه میزنه، تکرار اسامی به جنبش ضربه میزنه. پدران ما چرا مورد شماتت قرار گرفتن؟ به خاطر تکرار اسمی مثل خمینی، و نتیجهش هم دیدن. و نتیجهش هم این بود که یه شخصی الان مثل آقای رئیسی میشه رئیس جمهورشون. چیزی که مسلمه این که مطالبه گری خود بانوان
کمک بهشون کرده که الان نتیجه‌ای مثل انقلابی که در حال پیشه حالا در حال اتفاق افتادن هست میده. نتیجه مطالبه‌گری خودشونه، نه اینکه مردها معتدل‌تر و منصف‌تر شدن در انقلاب. این یه طبیعته. موقعی که خانم‌ها مطالبه‌گر میشن، شما این رو میتونید توی خیلی چیزا ببینید. من کسانی رو میشناسم که تازه توی سن بازنشستگیشون شروع کردن به خوندن مثلا تئوری گواهی نامه و توی سن 56 سالگی تونستن گواهی نامه بگیرن، خودرو بخرن و پیشرفت کنن. یعنی چی؟ یعنی طرف توی زندگی بوده که همش روزمرگی داشته، به قول شما اسیر یک فرهنگ مرد سالار بوده و زمانی که از این اسارت خودش رو فارغ میبینه از نظر ذهنی میتونه به پیشرفت برسه. مطالبه گری بانوان چیز کمی نیست که امروز ما نتیجهش رو داریم از دختر بچه های 14-15 ساله بگیر تا خانم هایی که به هر حال تحصیلات عالیه دارن یا در هر حوزه‌ای دارن فعالیت میکنن. من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم برای این نگرش جدید نسل جدید و خیلی ناراحتم به خاطر اتفاقایی که متاسفانه توی این تغییرات اساسی و ساختاری در نظام سیاسی کشورمون متاسفانه ممکنه یه عده‌ای مثل همین مادران داغدار لطمه بخورن و حق حیات بچه‌هاشون نقض بشه و امیدوارم که این آگاهی به جامعه ها و اقشار دیگه ای برسه. ما نباید زوم کنیم روی حجاب و این فریاد برآمده از خون مهسا امینی یک فریاد 43 ساله است، نه فقط برای حجاب، برای خیلی مسائل، نداشتن امنیت، برای نداشتن فرهنگ اساسی. و امیدوارم تمام اینا برایندش یک خروج کامل از نوع استبداد دینی باشه و یه بستری باشه برای اینکه مردم ایران هیچ نوع استبداد دیگه ای رو قبول نکنن. فرق نمیکنه استبداد حالا به هر حال دینی باشه یا فرهنگی یا چیز دیگه. خیلی ممنون. من مایکرو رو میکنم. سپاس از شما به خاطر نکته نظراتتون. دقیقاً ما این انقلاب رو تقلیلش نمیدیم به این که بگیم فقط میخواییم حجاب داشته باشیم. حجاب سمبولیست برای مبارزه با تمام تبعیضها در هر شکلی که هست و برای عبور از یک حکومت، یعنی یک ساختار سرکوبگر از نوع استبدادی، استبداد سیاسی و استبداد دینیش. ما میخواییم از این سیستم عبور کنیم و به نکته درستی اشاره کردید. زینب ایزدی عزیز رو میشنویم. مایک رو دوستان براش بازم. خیلی ممنون که به من فرصت دوباره دادی. من میخواستم بگم که ما چون که تو اون محیط بزرگ شدیم، طرز فکرمون، ذهنمون اون شکلی شکل میگیره و وقتی که یه کاری که خلاف اون چیزه که اونو کردن تو ذهنمون میکنیم، فکر میکنیم گناه کردیم، فکر میکنیم که به حسابن یه جور بی آبرویی کردیم. ولی وقتی که آگاهی داشته باشیم، وقتی که اطلاع رسانی بشه، وقتی که ما بفهمیم که ما حق زندگی داریم و این چیزا دیگه برامون بی اهمیت میشه. به نظر من آگاهی رسانه خیلی نقش مهمی داره برای زنانی که در ایران هستن و تو اون محیط بزرگ شدن. و آخرش هم این که من به دختران سرزمینم که این شجاعت رو دارن بهشون افتخار میکنم و از همینجا دست تک تکشون رو میبوسم. خیلی ممنون. سپاس زینب ایزدی عزیز. بیشک تمام زنان و مردان و جوانان ما که امروز در خیابانها برای مبارزه با استبداد به خیابون اومدن و برای یک زندگی نرمال و برای آزادی دارن میجنگن، همشون قابل تحسین و قابل ستایش هستن و اینها رهبران واقعی هستن و ما هم به دنبال اونها، در پی اونها حرکت میکنیم، چرا که میدونیم خرد جمعی میتونه تصمیم گیرنده خوبی برای تک تک ما باشه. خانم روزا جهانبین، اگر مایک رو براشون آزاد کنید دوستان میشنویمشون.
خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه دوستان. یه بخش از صحبت من آقای حسنزاده زحمت کشیدن صحبت کردن همین مسئله ای که این انقلاب فقط در مورد حجاب نیست و خیلی بخشای گوناگونی داره که خانم محمودی هم تکمیل کردن که این بحث حجاب یک بحث سمبولیک هسته، چون که من الان خودم با افراد غیر ایرانی که در تماس هستم وقتی که متوجه این قضیه میشن، این قضیه ای که این انقلاب فقط یعنی در پی یک کشف حجاب بوده یا پی یک حجاب بوده، این براشون یه مقداری گنگه و شاید درستش این باشه که بیشتر باز بشه، بیشتر در مورد مسائل مختلف و مشکلات مختلف مردم صحبت بشه و اینکه چی شد که کار به اینجا کشیده، این یه مسئله. اما یه سوالی داشتم از همکاران. خب الان توی شرایط ایران مسئله کودکان و زنان و شرایطی که دارن خیلی بیشتر و عمیق‌تر، مشکلاتشون خیلی عمیق‌تر از بحث فقط حجابه. ما کودک همسری داریم، دخترکشی و زنکشی داریم بدون اینکه هیچ قانون حمایتی داشته باشن، بحث ختنه کردن دختران رو داریم و خیلی مسائل دیگه. میخواستم ببینم که از نظر شما، به نظر شما چه فعالیتی میشه انجام داد یا چه جنبشی یا حتی چه کمپینی میشه داشته باشیم برای مقابله با همچین معضلاتی که 100% به نظر من خیلی ضربات سنگین تری میتونه به دختران، کودکان و زنان ما بزنه که حتی واقعا از مسئله حجاب هم لااقل از نظر من خیلی پررنگتر و محکمتر و مهمتره. مرسی، میکروفون در اختیارتون. سپاس روزا جهان بین عزیز. بله بله، نظرات شما رو میشنویم خانم. من در فکر کنم چندین بار در صحبتام گفتم این انقلابی که در حال حاضر در جریان در ایران یک انقلاب سرنگونی طلبه با محوریت حقوق زنان و با مشعل اعتراض به حجاب اجباری. اعتراض به حجاب اجباری سورس این خشونت هاست، همونطور که از روز اولی که در اعتراضات کردستان ما شاهد بودیم زنان به صورت دست جمعی حجاب ها رو بالا بردن و بعد در روز بعد در شهرهای دیگه روسری ها رو به آتش کشیدن. این یک نماده، آتش کشیدن سمبل خشونت علیه زنان یک نمادی شد برای اینکه این انقلاب رو شکل بده. محوریت این انقلاب حقوق زنان هستش و در واقع حقوق شهروندی و حقوق انسان ها، چون جامعه ای که برابری جنسی و جنسیتی داشته باشه تمام شهروندانش از حقوق خودشون برخوردارن. ولی در حال حاضر یک انقلاب در جریانه. من با خانم روزا مخالفت میکنم که الان میگن که این مسئله مهمتر از این مسئله است. این باز برمیگردیم به همون سیکل قدیمی که توی دور این میفتیم که چه مسئله مهمتر از اون مسئله است. هیچ کدوم از این مسائلی که ما باش در دست و پنجه نرم میکنن زنان ایرانی هیچ کدوم برتری به مسئله دیگه ای نداره. اینها تمام مسائلی که ما در کنار هم داریم. همونطور که گفتم خیلی از فعالین داخلی در ایران همیشه میگفتن مثلا کودک همسری یا ختنه زنان واجب تر از حجابه. آیا تو این 40 سال به جای رسیدی؟ آیا به نتیجه رسیدید که اولویت بندی کردید؟ ما اولویت بندی نداریم. همه میتونیم در کنار هم با کمپین های مختلف در کنار هم همراهی کنیم. و اینکه الان باید چی کار کنیم؟ روزو جون الان انقلابه. الان مردم تو خیابونن. الان در کنار اعتراضات که وارد دومی ماه خودش شده، دختران، زنان، بچه های دبیرستانی، بچه های کودک های دبستانی، دانشجویان، کارگرین، قشر متوسط، جامعه مدنی، جامعه قشر فرودست، همه همراه شدن برای اینکه این رژیم رو تغییر بدن. من فکر نمی کنم الان ما بتونیم اصلا راجع به آینده صحبت کنیم. یک انقلابی تو ایران شکل گرفته، استارتش زده شده برای سرنگونی این رژیمی که در واقع یک آپارتایت جنسی هستش. و در حال حاضر میبینید، اینو دوباره بگم، اعتصابات،
جنبش های مدنی که نماد این جنبش مدنی شعار نویسی هستش، بی حجابی زنان در خیابون هستش. حتی الان خیلی از زنان حتی مانتو هم تنشون نمی کنن، نه تنها روسری سرشون نمی کنن، شجاعانه میرن تو خیابون بدون مانتو و روسری. بچه های دبستانی، یکی از نمادهای این جنبش مدنی پایین کشوندن بیلبورد ها و عکس های حکومتی ها هستش، پایین کشوندن عکس های خمینی و خامنه ای از کلاس های مدرسه هستش. و همه ما ها میدونیم این چقدر میتونه ترسناک باشه برای کسی که داره این کار رو انجام میده، ولی مردم دارن این کار رو انجام میدن، بچه ها دارن این کار رو انجام میدن و همراه شدن اعتصابات سراسری. من فکر نمیکنم من الان بخوام فکری بذارم که الان بخوام برای این حقوق این نابرابری یا این حقوق زنان یا اون حقوق زنان بخوام فکری بکنم. در حال حاضر من به عنوان کسی که دارم فعالیت میکنم نه تنها برای حقوق زنان بلکه برای سرنگونی این رژیم، من فکر میکنم الان من نوعی تمام فوکوسم باید روی این باشه که صدای مردم داخل ایران باشم، زنان و مردان داخل ایران باشم، بتونم کمک کنم که جامعه جهانی به کمک مردم ایران بیاد و هرچه زودتر از دست این حکومت استبدادی آپارتایت جنسی ما رها بشه. سپاس شاپرک عزیز. وقت این نظام بره مطمئنا همه این قوانین متحجرانش هم خود به خود خواهد رفت. سوسن اونجا باید بیایم شراره جان، اونجاست که تک تک ما همچنین روزا جون وقتی که این رژیم سرنگون بشه باید بیایم و شروع کنیم سهم خواهی در سیاست ایران. من منظورم من و شما نیستیم، همه زنان، کسانی که میدونن که دغدغه دارن و میخوان فعالیت کنن، به اون زمانی که به فضای سیاسی وارد میشن، سهم خواهی سیاسی میکنن، فضای سیاسی رو جایگاه خودشون رو در فضای سیاسی اشغال میکنن و اون زمانی که زنان جایگاه برابری داشته باشن در فضای سیاسی، مطمئنن ما خیلی زود به برابری کامل جنسی و جنسیتی میرسیم و تمام انسان ها با هر جنسی که هستن، کسانی که جزو جامعه کویر هستن و خودشون را با هویت حتی مرد و زن معرفی نمی کنن یا گرایش جنسی متفاوتی دارن، همه اینها میتونن از حقوق برابر شهروندی برخوردار باشن. سپاس سوسن عزیز. اگر مایک رو برشون آزاد کنید میشنم اینشون. صدای من میاد؟ بله ازم. من یک کامنتی داشتم در مورد صحبتی که اون آقای عزیز کردن، اسمشون رو درست یادم نیست، که گفتن اسم از کسی نباید ببریم. در جنبش ها همیشه افرادی هستن که اسمشون بسیار مهم است. یعنی برای مثال در جنبش زنان مصر ما نمیتونیم اسم خانم نوار الصدابی رو نبریم، برای اینکه ایشون نقشی رو که در جنبش زنان مصر ایفا کرده نقشی هستش که بسیار بسیار مهمه و تأثیر گذار بوده بیش از هر، و این خودش به عنوان یک شخص نماد یک جنبش شده. بنابراین این که ما اسم نبریم این امکان نداره. ما توی جنبش زنان خودمون هم نمیتونیم از خانم وزیری صحبت نکنیم، از خانم روشنک نودوست صحبت نکنیم، از زنانی که امروز در زندان هستن اسم نبریم. اسم ها بسیار مهم هستن در جنبش ها. بنابراین این رو من باش مخالفت میکنم. ولی شما آخرین صحبتی که شاپرک جون کردن در مورد آینده بود. ببینید زمانی که ما هم انقلاب کردیم دقیقا همین حرف رو زدیم و فکر میکردیم که البته ما اعتقادمون بود که این کشور هرگز اسلامی نمیشه، هرگز قانون اسلام نمیاد، برای اینکه به ما اینجوری هم قول هم داده بودن. حالا بگذاریم از اون حرفا، ولی یک رویای این رو داشتیم که بعد از انقلاب همه چیز به نفع همه است و دیدیم که نشد. دیدیم که مرد سالاری نه تنها تضعیف نشد بلکه شدیدتر شد. اینه که من میخوام از الان بگم دوستان به دنبال رویا نباشیم. مبارزه زنان مبارزه بسیار بسیار راه درازی داره. مرد سالاری در جامعه ما از بین نرفته و به این سادگی هم از بین نمیره. حالا شما دوستان جوانتر میتونید کامنت خودتون رو هم داشته باشید، خوشحال میشم بشنوم، ولی من اعتقاد دارم که جنبش زنان ایران راه بسیار بسیار طولانی رو داره. یعنی حتی بعد از
من یه خاطره خیلی کوچیک بگم و سریع تموم کنم. من خانم نوال السداوی رو بارها دیدم و با ایشون صحبت داشتم، چون چیز تخصصی من، تحقیقی من مصر بود، جنبش زنان مصر بود. به من یک چیز رو همیشه میگفت، میگفتش که ما جنبش زنان خاورمیانه، کل خاورمیانه به خصوص ایران و مصر رو چون خوب میشناخت، میگفت ما در تمام جنبش ها شانه به شانه مردان مبارزه کردیم، حتی گاهن رهبریت مبارزه رو به عهده داشتیم، ولی به محضی که قدرت گرفتن مردان خودمون، برادرانمون و شوهرانمون، ما رو به کنج خونه ها برگردوندن، ما رو به پستوی خونه ها فرستادن. ببینید شعار زن زندگی آزادی رو گذاشتن در کنار مرد میهن آبادی، یعنی تا زمان آزادی کشور شما هستی، در وقت آبادی شما دیگه باید از صحنه برید بیرون. ما آباد میکنیم، ما مردان آباد میکنیم، چون میهن در دست ماست. این رو من از الان میخوام بگم، البته این نظر من هست، ممکنه خیلی ها با من مخالف باشن که هستن 100%، ولی این رو من میخوام بگم که جنبش زنان راه بسیار بسیار طولانی رو داره، نه تنها به نسل من نمیرسه، شاید نسل شما هم پیر بشه تا اون که بتونه یک سری حق و حقوق رو به دست بیاره. این رو فقط میخواستم بگم که حالا باز دوست دارم که شما بگید که چه برنامه، چطور آینده جنبش زنانی ایران رو چطوری دارید برای خودتون تصویر میکنید؟ فرض بگیرید که این حاکمیت رفت، این رو سرنگون کردید، بعد از اون چطور میخواید با این مردسالاری جامعه ایران مبارزه بکنید؟ یعنی هممون مبارزه بکنیم، تا زمانی که منم زنده ام در این مبارزه شرکت دارم، ولی خوب میشه یکمی بیشتر روی مسئله صحبت بکنیم. سپاس از شما. ممنون سوسن عزیز، به خاطر هم نظرتون، و من واقعا خوشحالم که ما امروز در از دو نسل افرادی که توی جنبش زنان فعال بودن هستیم و میتونیم این صحبت ها و حتی این سوال ها و این نقطه نظر ها و این چالش ها رو اینجا داشته باشیم. در خصوص سوالی که پرسیدین، حالا من اینجا قبل از اینکه شاپرک بخواد صحبت کنه، چون که من خودم رو هم مخاطب این مسئله میکنم، میخواستم بگم که زن زندگی آزادی، وقتی که ما میبینیم در تمام دنیا، چه در ایران چه در سوریه زنها موهاشون رو قیچی کردن، چه در افغانستان زنان همراه شدن، که اصلا خیلی ترسناکه وقتی تو افغانستان دارن زنان این کارو میکنن، و در توسعه یافته ترین کشورها ما میبینیم زنان همراه میشن با ما و موهاشون رو قیچی میکنن، یعنی اینکه تبعیض در دنیای توسعه یافته و برابر اونها هم همچنان هست. برای اینه که اونها امروز در کنار ما، همراه ما هستن و میگن این انقلاب زنان است و دارن الهام میگیرن ازش. پس در حق با شماست، من موافقم با اینکه ما راه دور و درازی داریم، باید فرهنگ سازی کنیم و به دست از مبارزمون نکشیم. شاپرک عزیز، صحبت شما رو میشنویم و بعد هم دوستان دیگه که میخوان مشارکت کنن. مرسی. من با صحبت‌های سوسن جون موافقم. خب تجربه تاریخی خود زنای ایران هم همونطور که من تو صحبتام گفتم نشون داده که همواره در جنبش‌ها و انقلاب‌ها نقش داشتن، نقش بسزایی داشتن، ولی توسط مردان بعد از پیروزی کنار زده شدن. اما در مورد اینکه در حال حاضر، من به این نتیجه رسیدم که تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی هست، تجربه به من نشون داده به هیچ عنوان در مورد کوچکترین خواستگاه زنان عقب نشینی نخواهد کرد، و این تجربه فعالیت خودتونم فکر کنم نشون داده شده. تا زمانی که این رژیم هست، ما هر کاری بکنیم، این رژیم نه قوانینش رو تغییر میده. یک دونه از قوانین که مربوط به زنان بوده در این رژیم تغییر نکرده. من به این باور نرسیدم. پس بنابراین به این باور رسیدم الان، نه در حال حاضر که این جنبش و انقلاب در ایران در جریانه، مدت هاست به این باور رسیدم که برای اینکه بتونم از حقوق برابر به عنوان یه زن ایرانی برخوردار بشم و شاهد این نباشم که در نقطه‌ای از ایران به واسطه تهجر، به واسطه سنت یا به واسطه قوانین واپسگرانه شرعی اسلامی زنی داره ظلم می‌بینه و کاری از دست من برنمیاد، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست به این خواستم نخواهم رسید. بنابراین انتخاب شخصی من اینه که فوکوسم رو بذارم به رفتن جمهوری اسلامی. حرف سوسن جون درسته که با پیروزی در این انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی، این معنیش این نیست که ما به برابری رسیدیم و
و زنان حقوق برابر دارن. اون موقع است که کار ما تازه شروع میشه، همطور که گفتم، برای اینکه زنان، کار زنان شروع میشه که بتونن فضاهای سیاسی رو اشغال کنن با توجه به تجربه تاریخی که داشتن و صداشون رو بلند کنن. من فکر میکنم با توجه به تلاشهایی که زنان توی این سالها داشتن و نیروی قدرت آکادمیک و تخصصی که زنان ایرانی دارن، به راحتی میتونن اگر که به جنگن، به راحتی میتونن فضای سیاسی رو اشغال کنن و اجازه ندن که برای بار چندم به گوشه خودشون و خواسته هاشون به گوشه رونده بشه. دقیقاً بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، اون زمانیه که فایت و جنگ زنان برای حقوق خودشون و برای گرفتن فضای سیاسی فکر میکنم شروع میشه. سپاس شاپرک عزیز. بیشک زنان ایران دارن مبارزه میکنن برای اینکه این دفعه دیگه تموم بشه و قرار نیست مبارزه کنیم، از فرداش حالا شروع کنیم پلاکارد بگیریم دستمون و اعتراض کنیم. مطمئن قانون اساسی و حالا قوانینی که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه یا بر اساس کنوانسیون هایی که ما داریم و اصل اهداف 20 یونسکو، اگه بخواد این قانون اساسی بر این اساس نوشته بشه، مطمئنا همه اینها لحاظ خواهد شد و به نظر من قانون میتونه خیلی میتونه کمک کننده باشه به جنبش زنان و اینکه ما باید دقت داشته باشیم توی تصویب قانون اساسی و این مواردی که پیش میاد. من جناب شفایی رو دیدم دستش رو بلند کرده بودن، البته قبل از آقای چیز، ولی فکر کنم رفتن بیرون اومدن. اگر هستن که دوستان مایک رو برای ایشون آزاد کنید. آره من نمیبینم. آره هستن. و بعد ما دوست دیگه‌مون رو میشنویم و کم کم هم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. سلام میکنم خدمتتون، خسته نباشید. میگم عرض کنم که اولا در رابطه با جنبش زنان، جنبش زنان یه جنبش تاریخیه، فقط مختص ایران نیست، تمام زنهای کنان در اروپا احساس آزادی میکنن هنوز همچنان درگیر این هستن. همه تون میدونین که تا سال 1954 زنان در اروپا حق رأی نداشتند. تا 1974 حق اگر مرد کودکشون میزد جرمی اتفاق نیفتاده بود. تا 1976 اگر احیانا زنی میخواست بره سر کار، مرد باید اجازه میداد تا اون زن بره سر کار. این جنبش، جنبش واقعیه که حدود 50-60 سال، 70 سال در اروپا در واقع یا با نسل با 100 سال قبل‌تر شروع شده و همینطور ادامه داره و فقط مختص جامعه ما ایران نیست. اول و در ایران هم دوستان ما زحمت کشیدن، کار کردن در رابطه با مسئله زنان، خیلی جدیت به خرج دادن. الان هم حاصلش رو تقریبا می‌بینیم، به یه جایی هم رسیده و داره عمل می‌کنه. اما این انقلاب که در حال شکل گیری است، پافشاری نکنیم که صرف فقط این است. یکی از معضلات بزرگ جامعه ما سرکوبه. به دلیل وجود سرکوب در جامعه ما، جامعه ما کاملا به هم ریخته است و نمیتونست خودشو نشون بده. دلایل زیادی وجود داره. یکی از دلایل میتونه در رابطه با فقر در جامعه، نبود امنیت شغلی، نبود امنیت جانی، نبود امنیت زندگی، نبود امنیت تحصیلی، امنیت بهداشتی. ببینید این عدم امنیت ها باعث شده که هر کسی به نوعی آسیب دیده. الان یک فضای باز شده بر اساس یک اتفاقی که به نظر من خیلی هم حالا متاسفم برای فوتشون و فوت بعضی دیگه، ولی واقعا میدون داده برای حرکتی که یک جامعه بتونه خودشو نشون بده. الان شما در خارج از کشور هم میبینید که این اتفاق افتاده و این جریان شکل گرفته و همه خواهان این آزادی ها در ایران هستن. من با شعار زن زندگی آزادی 100% موافقم. اصلا به بخش مردش اصلا موافق نبودم، نیستم،
حتی تو جلسات هم که صحبت شده من گفتم حذف کنم. چرا؟ چون این یه شعار واقعیه. حالا مواردی هم هست که حالا بعدها خود جامعه و اون جمع خرد جمعی اجازه میده اینا رشد که کردن خودشون میتونن کاراشون رو انجام بدن. این در رابطه با این معضلی که وجود داره و این پافشاری در رابطه با این که خانم مسیح علی نژاد این کارو کردن و این بسیار عالیه، این یک قدمه. ده ها قدم دیگه، شکلای دیگه برداشته شده، آدم ها اعتراض کردن، آدم ها اعدام شدن، آدم ها در زندان ها هستن به بهانه های مختلف. همون گروهی که 14 نفره که اعلام کردن که آقای خامنه ای برید کنار استعفا بدید، اینا کارهای بزرگی در جامعه تا. یعنی اینا تک تکش میتونه اثرگذار باشه. اسامی مهم نیست، نوع حرکت ها مهمه. حرکت هایی که در همه جا در ایران به اشکال مختلف چه از خارج کشور به ایران ارسال شد یا در خود ایران به خوبی، همون اقداماتی که در ایران شد، همون سال 98، سال 96، 88، حالا به گونه های مختلف سال 78، همه اینا مواردی بودی که باعث شده که ذهن ما انسان ها رشد بکنه و دنبال یه جرقه بودیم که این جرقه زده شده. من پیشنهاد میکنم به جای پافشاری به این که این فقط مال ماست، فقط این قضیه است، فقط ما بودیم که اینجوری شدیم، الان ما هستیم که اون کار میکنیم، اینا رو فراموش کنیم، بذاریم کنار و به این فکر باشیم که یک جامعه سالم، یک جامعه صحیح داشته باشیم بدون منم، بدون این چیزا، فقط به این که بتونیم آگاه باشیم، همه رو آگاه بکنیم، در آگاهی جمع تصمیم خودشو بگیره که ما بتونیم رشد بکنیم. و یه مقدارم شعار زدگی نداشته باشیم، چون شعار معمولا اثرات مخرب داره. چون مال نسل قدیم هستم میدونم که اون شعارا اثرات منفی خواهد گذاشت. ما آگاهی، یعنی به جای شور سعی کنیم شعورمون رو بالا ببریم، آگاهیمون رو بالا ببریم و بر اساس همین آگاهی بتونیم جامعهمون رو محکمتر کنیم، جامعهمون رو قویتر کنیم. این که نمیدونم آقای نوریزاده بگه من جامعه رو روشن کردم، اینی که مسیح النژاد بگه من روشن کردم، یا آقای ایگره، یا خانم ستوده، یا خانم نمیدونم آتنا دائمی، حالا اینا چطور بند خدا ادعا نکردن از زبان من، اینا بیان ادعا بکنن که ما بودیم که این جرقه رو زدیم، اینا اون چیزایی نیستش که حرکت ما رو عرض کنم که حرکت که داره در جامعه اتفاق میفته جلوش رو بگیره. من دیروز یا پیروز توی جلسه ای مطرح کردم که وقتی که نگاه میکنیم الان در خارج از کشور چندین گروه تشکیل شدن، گروه مدیریت گذار، مدیریت نمچیچی، دولت آینده، یه چیزای اینجوری هی آدم ها دارن طراحی میکنن. من مخالف اینا هم هستم، چون این کار در داخل کشور داره تصمیم گیری میشه، در داخل کشور داره کار میشه، به هر چقدر که توانایی و اون درک اجتماعی که جامعه همون الان پیدا کرده امیدوارم کامل تر بشه، میتونیم به اون نتیجه دلخواه برسیم. من زیادی صحبت کردم، میبخشید. جناب شفایی، من یک نکته بگم و بعد شما. جناب شفایی، چون امروز در خصوص صرفا جنبش زنان بود و این مسیر و حالا این موردها بود، به این نکات اشاره شد و نکاتی که شما بهش اشاره کردین به جا و به درستی بود و خیلی ممنون که اینها رو گفتین و همه ما هم تمام این موارد رو در گوشه های ذهنمون رو داریم و میدونیم که اگر قیامی شکل گرفته به خاطر همه این مواردی هست که شما فرمودین. جناب شاپرک عزیز، شما رو میشنویم. من تعجب میکنم آقای شفایی از اول بحث تو روم بودن. من فکر میکنم جنبش های زنان در دنیا رو من ذکر کردم در صحبتام و حتی نقش جنبش های زنان در کشورهای دیگر رو در رشد شخصیتی خودم هم گفتم. تعجب میکنم که تاکیدی میکنی بر چیزی که توی صحبت های من بیان شده. و در ضمن اصلا اینجا بحث این نیست که کسی بخواد این جنبش یا انقلاب رو به نام خودش بگیره. تایتل این بحث نقش جنبش زنان در این انقلاب کنونی هستش، بنابراین ما به این جنبه از اون میپردازیم.
مسلماً مردان و زنان زیادی، من از اول صحبتام هم گفتم، مردان زنان زیادی در طول این سالها واقعا از امنیت و جان خودشون مایه گذاشتن و توسط حکومت سرکوب شدن. همین رو هم گفتم که این انقلاب و این جنبش یک جنبش سرنگونی طلب هستش، ولی خب همونطور که میبینید و در شعارش پیداست و در موتوش پیداست، با محوریت حقوق زنان، و به این دلیله که خیلی زودتر و گسترده تر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته. بحث خشونت سیستماتیک این حکومت بر زنان و جنسیت زن ستیزی این حکومت، من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کسانی هم که شما نام بردین ادعای رهبری داشته باشن یا ما اینجا به عنوان رهبر ازشون یاد کرده باشیم، بلکه ما نقششون رو در کمپین هایی که شکل گرفته در سالهای اخیر گفتیم. من واقعا یه خود متوجه صحبت هایشون نشدم، چون تأکیدی بر رهبری کسی نشده. این رو هم فقط مختص به زنان نمیدونیم، بلکه داریم بحث جنبش زنان رو در این انقلاب و تأثیرش رو در این انقلاب بررسیم. مرسی شاپرک عزیز. همونطور که سوسن هم در کامنت نوشته، تکثرگرایی در جنبش خطرناک نیست. دقیقا همه این مواردی که ما داریم میبینیم باز یک از مشخصات این انقلاب و این جنبش هستش. دوستان مایک رو برای آقای حسنزاده اگر آزاد کنید میشنویم ایشون رو، و بعد هم آقای کریمی اگر کوتاه صحبت کنید، چون از زمان برنامه گذشته که بتونیم به یک جنبندی هم برسیم ممنون میشم. بله ممنونم از شما و نظر دوستان. من پیرو صحبت‌های قبلیم میخوام اینو بگم، به عنوان یه فعال حقوق بشر دنبال تعادلم، اصلا جنسیت برام مهم نیست. من شعارم اینه که چرا مثلا شهردار تهران باید تحصیلات اتمی داشته باشه ولی رئیس سازمان اتمی کشور باید مهندسی عمران داشته باشه. الان چیزی که الان اکتوئل توی ایران داره انجام میشه. پس منی که فعال حقوق بشرم میام داد میزنم، نوید افکاری رو چرا حق حیاتش رو سلب کردید؟ من نمیتونم فردا تو تجمع مثلا 22 اکتبر برم بگم مرگ بر فلانی، فلانی اشتباه کرده، تاوانش هم خواهد داد. هر کسی مسئولیت چیزی رو داره، خودش هم باید مسئولیت اون کردارش رو بپذیره. این تناقض ها، ما چیزی که من برام مهمه اینی که از تجربیات دیگران تجربه نکنم خودم، چیزی که سال 57 اتفاق افتاد رو من دیگه تکرار نکنم. این خیلی خوبه که اتفاق افتادش سال 57، خیلی ها دید مثبتی روی این قضیه دارن، یعنی نکات مثبتش رو میگیرن. من سعی بر این دارم که نظر شخصی که من میگم حالا سوء برداشت نشه، ولی نظر شخصی رو میخوام بگم، به عنوان یه فعال حقوق بشر دنبال شایستگی توی جامعه هم هستم. موقعی که میام توی اخبارهای توی رسانه‌ها یک تبلیغات سوءی رو میشنوم و تکذیبم از اون اشخاص نمیشنوم، خب نگران میشم. موقعی که اسم آقای رضا پهلوی رو با خانم مسیح علی نژاد و آقای اسماعیلیون کنار هم میشنوم که اینا و علی کریمی که اینا میتونن یه شورای ابتدایی جالبی اتفاق، نه برای چی همچی چیزی؟ آقای رضا پهلوی به درد شاهزادگی خودش میخوره و اون توی سمت هم کچلواره خودش کافیه برای من. میشه جمعه کنید چون که الان مواردی هم که میگید اصلا به جمعه نداره. حالا به هر حال منظورم هم یک جمعه کنید که ما به این برسم، جنبش سلمان مسیح علی نژاد من به عنوان یه ژورنالیست قبولش دارم و اگر کاری به عنوان مملکت بشم بازم ژورنالیستی رو بهشون میدم، ولی به عنوان رهبر خیر. این ضد زنیت نیست، ضد غیر تخصصی بودن اون ماجراست. منی که دارم شعار اینو میدم که تخصص مرده توی جمهوری اسلامی ایران، نباید دوباره همونو تکرار کنم در نظام بعدی. من مشکلم همینه، وگرنه هر کسی جای خودش. خواهش میکنم، من به عنوان یه فعال حقوق بشر نمیتونم تو مسائل سیاسی
به عنوان یه نخبه عمل کنم. خیر جناب حسن‌زاده، من فقط این نکته رو بگم که خودم هم بهش اعتقاد دارم و اصلا قرار نیست و فکر میکنم رو شاپرک هم گفت، خرد جمعی و اون جوان ها تصمیم میگیرن که چه کسی باشد و چه کسی نباشد. شاید اصلا ما در یک ماه دیگه یه آدمی بیاد که هیچ کدوم از اینها نباشه، پس ما باید فوکوسمون رو بذاریم روی اتحاد، همبستگی و همون شعار زن زندگی آزادی. و واقعا یعنی ما اگه حتی بخوایم بوتی هم بسازیم، مردمی که در خیابونن اصلا دنبال بوت نیستن. اونها جناب کریمی رو میشنویم. شرار جان من باز تاکید میکنم این صحبت ها اصلا ربطی به جلسه نداره. ما در مورد راهبری به سمت برای پیروزی صحبت ممکنه شده باشه، ولی در مورد رهبری در آینده اصلا تو این جلسه بحثی نشده و کسی رو به عنوان رهبر معرفی نشده. من تعجب میکنم تاکید دو دوست اخیر رو بر این موضوع در صورت که اصلا بیان نشد. به سپاس شاپرک عزیز، جناب کریمی رو میشنویم. سلام مجدد، من شاه سونی هستم، با موبایل پسرم وارد شدم. من میدونم که کمیته دفاع از حقوق زنان هست، ولی با بعضی از صحبتهایی که توی جلسه امروز شد موافق نیستم. صحبت شد که خب بیشتر اتفاقات اخیر به دلیل حجاب بوده. نه، واقعا حقوقی که از شهروندان، حالا چه زن میخواد چه مرد، فرقی نداره، ضایع شد. از حقوق شهروندی رو اگه ما نگاه کنیم، واقعا هیچ حقوق دیگه برای هیچ کس نمونده بود و دیگه مردم کاسه صبرشون لبریز شده بود. اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد، دیگه مردم نتونستن تاب بیارن. اگر ما بیایم همش فوکوس کنیم روی حجاب، به نظر من اصلا درست نیست. و اگر هی بیایم راجع به فمینیسم، خب فمینیسم، جنبش‌های فمینیسمی در صورتی پیروز بودن که مردان رو کنار خودشون داشتن. به نظر من تو موقعیت کنونی بهترین کار اینه که دست به دست هم بدن همه، نیاییم جدا کنیم، نیاییم یه اسم رو بولد کنیم. زنان آزادهی که الان توی ایران هستن، از فرزندانشون، از زندگیشون، از جانشون گذشتن، کم نیستن. و منم موافقم با اینکه یه اسم رو بولد نکنیم. اتفاقات گذشته باید درس بگیریم و به نظر من تمام حقوقی که از زنان و مردان ایران سلب شد نتیجه شد قیام اخیر. و درسته که خب الان ما محوریت صحبتامون جنبش زنانه، ولی نباید دیگه همه رو ببریم سمت زنان و چیزای دیگر رو نادیده بگیریم. ممنون، همین رو خواستم فقط بگم. من قبل از اینکه خانم شاپرک عزیز پاسخ بده و ما دیگه کم کم جلسه رو ببندیم و به پایان جلسه برسیم، اجازه بدیم من چند تا از کامنت ها رو بخونم و خانم شجریزاده شما نظرات خودتون رو بگید و ما جلسه رو دیگه ببندیم. خانم جهانبین گفتن که بانو رخش عزیز زمان زیادی از جلسه، بیش از 30 دقیقه در مورد شخص و کمپین صحبت شد و فقط در مورد مسئله حجاب صحبت شد. خوشایند نبود. دوستان این مسئله اشاره دارن. و یک نفرم گفته چه کسی ادعا کرد که خانم علی نژاد ادعای رهبریت داره. و این دوتا نکته به اضافه موارد دیگه که صحبت شد و کلیت جلسه، اگر شما از یک جنبندی هم خودتون داشته باشید شاپرک عزیز، ممنون میشیم که کم کم دیگه ختم جلسه رو ما اعلام کنیم. مرسی. من باز هم میگم اینجا در مورد کمپین سوال شد و جواب داده شد. سوسن جون سوال کردن، کسی اینجا به خانم علی نژاد رو به عنوان رهبر یا شخص معرفی نکردن. همونطور که خانم فکر میکنم سوسن جون گفتن، نقش کسانی که به هر حال در جنبش ها فعالیت داشتن و نقش کلیدی داشتن باید ذکر بشه و کسانی که اسمشون اومده به عنوان رهبر معرفی نشدن. خانم کریمی با حرفتون کاملا مخالفم. فکر میکنم اگر که بیشتر تحقیق کنیم متوجه میشین که جنبش های زنان به خاطر همراهی مردان در طول تاریخ موفق نشدن
این اصلا سند تاریخی در این مورد وجود نداره. جنبش های مختلف زنان در طول تاریخ اگر موفق شدن کاملا به دلیل ساکریفایس کردن و تلاشی که خود زنان کردن. البته ممکنه در دنیا جنبش هایی هم باشن تو کشورهای مختلف که همراهی مردان رو به همراه داشتن، اما یه همچین چیزی به عنوان فکت که جنبش های زنان به این دلیل پیروز شدن که مردان همراه کردن، من حداقل در مورد جنبش های بزرگ این رو نمیبینم. اما در مورد جنبش کنونی بله، من در صحبت هم گفتم انقلابی که در ایران در جریان هستش، من در تمام مصاحبه هام با شبکه های خارجی هم میگم چیزی که درش بسیار درخشانه همراهی مردان با زنان هستش برای با محوریت حقوق زنان، و این در تاریخ ایران واقعا کم سابقه بوده و من فکر میکنم در تاریخ دنیا هم به این صورت ما همراهی مردان رو در جنبشی ندیدیم با محوریت زنان. این جنبش جنبه های مختلف داره، مردم ایران از اختلاس، از سرکوب، از فقر، از اقدامات جمهوری اسلامی، از تمام اینها سال هاست که ناراحت هستن. من گفتم جنبش سرنگونی طلب از سال 96 شکل گرفته، اما در حال حاضر این جنبش رنگ زنانه ای به خودش گرفته با محوریت حقوق زنان و ولی هدف سرنگونی رژیم هستش. همونطوری که در سال 98 تریگر اون اعتراضات سرنگونی طلبانه گرانی بنزین بود، یا در سال 96 وضعیت معیشت مردم بود و ناکارآمدی دولت روحانی که منجر شد به خاطر ناکارآمدی دولت روحانی شاید با هدایتگری رئیسی مردم به خیابان آمدن، ولی شعار سرنگونی طلبی دادن. 98 هم همینطور، در حال حاضر هم همینه. ولی با صحبتاتون در مورد جنبش فمینیستی میتونم به عنوان کسی که اطلاعات کمی داره در این زمینه ادعایی ندارم، کاملا مخالف هستم. یک جنبندی کوتاهی میکنه، چون من زنان اگر در نظر سوزن رو هم بشنویم، چون که به عنوان کسی که تخصصش این بوده، من فکر میکنم باعث بشه که، و خانم شاهسوند هم اگر یک رفرنس بده که مثلا مطالعه‌ای در اون خصوص انجام بشه که باز آگاهی ها بالا بره، چون گفتن من پیشنهاد میدم اطلاعاتتون رو بالا ببرید، اون رفرنس رو بذاره برای این که مثلا افرادی که دوست دارن اطلاعاتشون بالا بره از اون رفرنس استفاده کنن برای بالا بردن اطلاعات خودشون. اگر اجازه بدین سوسن رو بشنویم که کوتاه بشه و ما آخر جلسه هم هستیم و دوستانم خیلی اومدن موندن. سوسن عزیز مایک، بچه ها برای سوسن مایک رو رها کنید، به عنوان یک پیشکسوت که در جمع ما هستن، ما میشنویمشون و بعد خدافظی میکنیم از جمع شما. صداتون نمیاد سوسن عزیز، مایکتون رو باز کنید. مایک برای شما باز نشده بچه ها، مایک رو اگر برای الان باز شد صحبت کنم. بله الان باز شد. بله منو توی تو چت مورد خطاب قرار دادن که من اطلاعاتی ندارم. من جامعه شناس هستم، تخصص من جنبش های فمینیستی در خاورمیانه و شمال آفریقا هست. کتاب من هم به زبان انگلیسی در این مورد به چاپ رسیده که اگر دوستان بخوان، من رفرنس های بسیار زیادی 13 صفحه رفرنس در کتابم دارم. البته اغلبش یعنی همش به زبان انگلیسیه، دوستان میتونن مطالعه بکنن. من فقط از بر مبنای یک فردی که یه تجربه دارم صحبت نمی کنم. من بیشتر از 20 سال در این مورد تحصیل کردم و به همین دلیل این نظرات رو میدم، چون که هم تجربه شخصی هست و هم تخصص آکادمیک من این هست. ایشون که به من میگن شما تخصص مطالعات رو بالا ببر، منم به ایشون پیشنهاد میکنم که یه مقدار به ما رفرنس بدن که به چه چیزهایی باید، چه مطالبی رو باید مطالعه بکنیم که تا بخواد سواد ما تغییر بکنه. چون تا اینجایی که من مطالعه کردم، اون چیزهایی که ما میگیم میتونم بگم درسته. برای مثال بگم،
یکی از دوستان گفتن که تا سال 1954 زنان اروپا حق رأی نگرفته بودن. این اطلاعات غلطه. زنان نروژ در سال 1913 گرفتن، زنان سوئد در سال 1908 گرفتن. این اطلاعات رو باید ما خودمون مطالعه بکنیم تا بتونیم این نظرات درست بدیم. این اطلاعاتی که ما میدیم خودمون داریم به خودمون رو به اشتباه میندازیم. بنابراین من خوشحال میشم مگر این دوستی که به من انتقاد از من کردن رفرنس بودن که من چه چیزهایی رو باید مطالعه کنم که نکردم. ممنونم از شما جناب شفایی. اگر مایک رو برای جناب شفایی باز کنید چون مخاطب قرار گرفتم فکر کنم ایشون. ممنون میشم دوستان و از این که داره جلسه طولانی میشه من عذرخواهی میکنم، ولی دلم میخواد که زحمت کشیدیم با یک حس خوب و با یک چیز بریم بیرون، جواب سوالاتمون حداقل گرفته باشیم. دوستان متاسفانه جلسه با یک جهت داره حرکت میکنه، یعنی اون نگاه عمومی رو نداره و هم مسئول جلسه در واقع جوری برخورد کرده به عنوان خود سخنران، یعنی خود مسئول جلسه انگار خود سخنرانه، در صورتی که وقتی یه جلسه برگزار میشه توش پرسش و پاسخ میشه حتما مسئول جلسه بایستی نه این رو تایید کنه نه اون طرف رو تایید کنه. یعنی الان یک جلسه یک طرفه‌ای داره برگزار میشه که یک گروه میگن روزه یک گروه میگن شبه و این در واقع اون به هم ریختگی جلسه است. و در رابطه با اینکه یک کسی بگه شما مطالعه ندارید و مطالعه دارید، اصلا اینا بحث‌های اضافیه. اگرم که من گفتم 1954 منظورم کشور آلمان هست، حالا نروژ بوده، ولی اصل حرف اینه که این 100 ساله راه افتاده، قبلش نبوده. این زنان بودن که این جنبش رو ایجاد کردن و تونستن به نتیجه برسن. من قصدم در واقع اینه. حالا خود تاریخ 5 سال 50 سال 100 سال این برونور تأثیری نداره، مهم اینه که ما بدونیم که خود همین اروپا هم خودش دچار حادثه بوده و این دلیلش در واقع وجود از نظر من وجود ادیان هست و وجود ادیان فقط مرد سالار هستن چون تمام ادیان مردن و مردها بودن که دین درست کردن و مردها بودن که قدرت گرفتن دولت درست کردن در کنار هم دیگه پدر مردم رو در آوردن. این کلیت قضیه است. حالا این موضوع که این جلسه داره به این شکل جلو میره من فکر میکنم که یه مقداری بی‌منطقه. یعنی این اصرار همدیگه که همدیگه رو کوچیک کنیم ببریم خودمون رو بالا اون رو بیاریم پایین، اینا اصلا کار قشنگی نیست. من خوشحالم در یه جلسه هستم ولی خیلی خوشحال می شدم که به جای ایجاد تنش در کنار هم با همدیگه سر موضوعات صحبت می کردیم. اصلا هم لازم نیست که فرض کن خانم ببخشید اسم سخنران فراموش کردم، من شجریزاده، خانم شجریزاده ایشون اصرار بکنه که مثلا من اشتباه میکنم یا من اصرار کنم که ایشون اشتباه میکنه، ایشون نظرشون رو میگه منم میگم، یا این دوست جدیدمون دوست آخر صحبت کردیم خانم که جامعه شناس هستن کتاب نوشتن، خود ایشون هم اصلا نیازی نیست که ما به رخ بکشیم هم دیگه رو. ما همه به عنوان یک گروهی هستیم داریم کار حقوق بشر میکنیم در کنار هم هستیم اطلاعاتمون رو به هم رد و بدل میکنیم، اصلا هم اصراری نداریم که تایید بگیریم، یعنی اصلا من علاقه ندارم من تایید بشم یا تکذیب بشم. همینطور شما هم همینطور حرفمون رو زدیم گوش کردیم یه نتیجه هر کس برای خودش میگیره از جلسه میره بیرون دیگه. این دیگه نیازی به این قضیه‌ها نداشت که الان یه تنش ایجاد بشه که مثلا دوستون بگه من متخصصم من کتاب نوشتم. خب خیلی خوشحالیم، بسیار عالیه و ما لذت میبریم و خوشحال میشیم که به فارسی هم بنویسیم که ما هم بخونیم ما هم یاد بگیریم برای ما هم بفرستیم. من لطفاً خواهش میکنم نوع جلسه رو جوری برخورد کنیم که در کنار هم باشیم، بالاتر از هم و پایینتر از هم نیستیم نباشیم و نخواهیم باشیم. مرسی. من نقد شما رو میپذیرم جناب شفایی و بذارید به پای کم تجربگی ما میتونم که در روزهای آینده در جلسات آینده اگر من مسئول جلسه باشم بتونم مدیریت بهتری داشته باشم و این نقد شما رو با جان دل میپذیرم و
نیت شما رو هم میدونم به خاطر تمام فعالیت‌ها و زحمت‌هایی که در تمام این سال‌ها کشیدید. من تشکر می‌کنم از تک تک دوستانی که اومدن اینجا ما رو شنیدن، در این صحبت مشارکت کردن، نظراتشون چه مخالف چه موافق گفتند. من میدانم که همه ما زخمی یک تبر هستیم و هممون دوست داریم برای آینده ایران تلاش کنیم و دوست داریم که سرنوشت کشورمون در دست انسانهای عادل باشه و بر پایه حقوق بشر باشه. اینها ما از نیتهای همدیگه خبر داریم و این اتفاقا باعث میشه که دوستی ها، یعنی این تنشان باعث دوستی ها میشه و آشنایی ها میشه و تفکراتی که با هم دیگه موافق مخالف هستن. اگر اجازه بدین من همکارانم رو در این جلسه معرفی میکنم و ازشون تشکر میکنم و بعد از اون هم ختم جلسه رو اعلام میکنم. آقای شفایی میخوان صحبت کنن، مایک رو برای آقای شفایی آزاد کنید. من معذرت میخوام که اومدم دوباره وسط صحبت شما. من یه جمله میخوام بگم، در کنار هم بودن یک موضوع لازم داره و اون گذشته. ما وقتی میتونیم در کنار هم و با هم مستمر زندگی کنیم، گذشت رو باید داشته باشیم. صرف این که یه کسی گفته شما برید اطلاعاتون رو زیاد کنید یا گفته شما این چی نمیدونید، اینا دلیل بر این نمیشه که این جلسه متوجه اطلاعات شما نباشه و حتما شما میتونید با یه گذشت این قضیه رو به فراموشی بذارید، وگرنه بحث دو نفره است. این به اونو به اون نتیجه دلخوری و جدایی از هم دیگه است. اینه که من پیشنهادم اینه که جلسات حتما باید با گذشت و در کنار هم باشه. اینو یادآوری میکنم برای جلسات آتی، برای کارهایی که دوستان ما دارن انجام میدن. ما چون در کانون مدام این جلسات رو داریم، از شما باز دعوت میکنم تشریف بیارین. از خانم سوسن رخش، از همکاران خانم رضا مقدم، بسیار عالی. خانم رخش من خواهش میکنم ازشون توی جلسه تشریف بیارن، اصلا کتابی که نوشتم بیان راجبش صحبت بکنن. این اطلاعات که ایشون زحمت کشیده جمع‌آوری کرده، ما هم آشنا بشیم، یاد بگیریم، بدونیم چه خبره. خیلی خوبه، یعنی من اصلا مخالف این قضیه نیستم، اما اون قضیه‌ای که یه خورده تنش داشته باشیم با هم دیگه رو من اصلا موافق نیستم. یه جلسه است، یه عده دوست دور هم نشستیم، می‌خوایم با هم صحبت کنیم. با هم صحبت کردن فقط نتیجه‌ش اینه که حرفای هم دیگه رو گوش می‌کنیم، نه که باید بپذیریم. می‌تونیم گوش کنیم، همین و همین. خیلی ممنونم، مرسی، ببخشید. سپاس مجدد از شما آقای شفایی. بیشک مهمانهایی که دعوت میشه، حالا من دوستان خودم رو دعوت میکنم، تفکرات متفاوته و ما هم دوست داشتیم این تفکرات جدید و متفاوت رو در کانون بشنویم و این بحث ها هم چه بخوایم چه نخوایم پیش میاد، ولی بعد از جلسه همه ماها مطمئنن میریم در فکر فرو میریم و نتیجه شخصی خودمون میگیریم. امیدوارم نتیجه شخصیش منجر به همبستگی و اتحاد ما بشه. این چیزی که هدف تک تک ما هستش. اجازه بدین که من پوستر رو بیارم و تشکر کنم از همکاران عزیزم در این برنامه. خب ما در کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع حق اعتراض، نقش جنبش زنان در انقلاب نوین ایران در خدمت خانم شاپرک شجری زاده بودیم. امروز جمعه 21 اکتبر و از طرف کانون دفاع از حقوق بشر من شراره محمودی، مسئول جلسه، ماشی جلسه آیلار اسماعیلی، ضبط صدا و ادمین های ما جناب سعید پورمند، لیلا رمضان و پریسا سخایی بودند. تشکر میکنم از تک تک افرادی که اومدن همراه ما بودن، افرادی که از طریق لایو ما رو دیدن و افرادی که در آینده ما رو خواهند دید. من باز هم تشکر میکنم از شاپرک شجری زاده عزیز به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم که ما در کانون دفاع از حقوق بشر باز هم میزبان شما و دوستان عزیزتان باشیم. و سوسن عزیز، من هم با اجازه آقای شفایی که همینجور گفتن از شما رسما دعوت میکنم که در جلسه بیایید و موارد خودتون، تفکرات خودتون و تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید. من ختم جلسه رو همینجا اعلام میکنم.